سلام علیکم، به نام خدا، وقتتون بخیر. مهدی توتونچی هستم، با افتخار و احترام امشب هم میزبان شما هستیم با آخرین برنامه در قرنی که همه چی داشت. مفصل در موردش صحبت میکنیم. منتهی مراتب جا داره در همین ابتدای برنامه تبریک بگم به شما هموطنان عزیز جشن بزرگ نیمه شعبان رو، و امیدوارم که از صبح که عید بزرگی رو تجربه کردید بهتون کلی هم خوش گذشته باشه کنار خانواده. ما که از صبح اینجا بودیم با یک برنامه دیگر و به حال رونمایی از هویت بصری جدید شبکه تلویزیونی ورزش در قالب برنامه کادر فنی، که جا داره یک بار دیگه خسته نباشید و خدا قوت بگم به مدیران محترم شبکه تلویزیونی ورزش که این اتفاق نو و جدید رو رقم زدن، و باز هم تبریک بگم به مردمی که مشتری اصلی شبکه ورزش هستند. با اتفاقات و رویدادهای مهم ورزش ایران و جهان سعی می‌کنیم که در طول سال سرگرمتون کنیم و آن چیزی که خواسته شماست رو انجام بدیم. به هر شکل یک بار دیگه تبریک میگم به شما، اتفاقی که افتاده برای شماست مردم، و در نهایت پیشنهاد، نقطه نظر، اگر انتقادی هم دارید حتما برای برنامه خودتون شفاهی فوتبالی ارسال کنید. بازم تبریک میگم، امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو تماشا کنید. مهمان داریم هم از باشگاه بزرگ پرسپولیس و هم از باشگاه بزرگ استقلال که قطعا به سرفصل‌های مهمی خواهیم پرداخت، پرسش و پاسخ خواهیم داشت. بخش‌های متنوعی رو دوستان آماده کردن که اگر برنامه شب‌های فوتبالی امشب ما رو که آخرین برنامه در سال 1400 هم هست تماشا کنید، چیزی رو از دست نمیدهید و به روز خواهید شد. پس بریم سراغ تابلو نتایج پایان هفته 23 لیگ برتر فوتبالمون و بعد جدول رده‌بندی رو ببینیم و بررسی کنیم، تحلیل و بررسی کنیم اتفاقات امروز رو، این هفته رو. ملاحظه میکنید نتایج رقابت‌های هفته 23 لیگ برتر: جام خلیج فارس پنجشنبه 26 اسفند با 4 بازی پرونده این هفته باز شد که در نهایت آلومینیوم اراک موفق شد تراکتور مدل آیس داغلام یا محمد نصرتی رو شکست بده. اونورم آلومینیوم اراک با سید مهدی رحمتی و محمد نوازی و سایر نفرات موفق شدن اولین دشت 3 امتیازی خودشون رو به دست بیارن. فولاد هم یه جورایی میشد حد زد که فولاد مدل جواد نکونام با سرمربی موقت فج، یعنی مهرزاد مدنچی، نتیجه به نفع، یعنی وزنه بیشتر سنگینی میکرد به سمت فولاد. 1-0 اقتصادی موفق شد فجر شهید سپاسی شیراز رو شکست بده. سپاهان و گلگهر تساوی 0-0 در پایان وقت معمول، و پرسپولیس و استقلال هم در جذابترین و حساسترین بازی هفته به تساوی 1-1 رضایت دادن. مفصل در مورد پرسپولیس استقلال، داربی، دربی، شهرآورد بزرگ پایتخت صحبت خواهیم کرد، حواشی پیرامونش از مد، و اینکه اساسا درب ورودی استادیوم ها بالاخره بعد از چند ماه مجددا به روی هوادارا و تماشاگرا باز شد. اما پیگیری شد این هفته، هفته 23 جمعه 27 اسفند، مثل رفسنجان و زباهن شاگردان مهدی تارتار همچنان دارن میبرن. 1-0 شاگردان محمد ربیعی رو شکست دادن. شهر خودرو نساجی تساوی 1-1. نفت مسجد سلیمان و هوادار 0-0. پیکان و صنعت نفت آبادان هم 0-0. کل تعداد گل‌های به ثمر رسیده 7 تا بود تو هفته 23. تو 8 بازی میانگین 78 صدم گل. الان که دارم مرور می‌کنم تو هفته 25 لیگ 13 ما 6 گل رو داشتیم. یعنی این دومین از نظر تعداد گل که کم بوده، این دومین اتفاقی است که در طول برگزاری لیگ برتر فوتبالمون تو ذهنمون داریم، که امیدوارم تو هفته‌های بعد شرایط بهتر بشه. در سال منتهی به جام جهانی تماشاگر دوست داره گل ببینه، و اگر تو بازی مثلا استقلال و پرسپولیس دو تا گل نمیدیدیم، شاید این میانگینه اصلا یه وضعیت خیلی هیچی دیگه، هیچی، اینجوری بگم. بریم سراغ این از تابلو نتایج. جدول رده‌بندی همچنان صدر جدول آبی رنگ استقلال با 55 امتیاز نسبت به رقیب سنتی خودش که جایگاه دوم رو داره با 49 امتیاز، همون 6 اختلاف امتیاز رو فعلا حفظ کرده، و سپاهان هم در مکان سوم با 42 امتیاز، مثل رفسنجان، فولاد، گلگهر سیرجان، پیکان و صنعت نفت آبادان هم به ترتیب 4 تا 8 هستند در نیمه نخست جدول رده بندی. نیمه دوم رو بررسی کنیم. زباهن با پیروزی که به دست آورد اومد بالا، 9 شد. آلومینیوم عراق 10، هوادار 11، نساجی 12، تراکتور
فجر شهید سپاسی شیراز، نفت مسجد سلیمان شهر خودرو هم به ترتیب 13، 14، 15، 16. از دو زاویه خیلی سریع بررسی کنیم. اولا پایین جدول از 13 تا 16، ردیف 13 تا 16، 17، 15، 14 و 13 امتیاز. خیلی جذاب شده انتهای جدول، یعنی هر چهار تیم امکان سقوطشون به دسته پایین‌تر هست. شهر خودرو هم که انگار از وقتی که اسم تیم از پدیده به شهر خودرو تغییر کرد، انگار یه جونی گرفت، یه اتفاق جدیدی براش افتاده، فعلا داره امتیاز جمع میکنه. نیمتای بالا هم که رقابت اصلی بین استقلال و پرسپولیس، اون 6 اختلاف امتیاز هم که عرض کردم همچنان حفظ شده. اینم از این. اما خیلی متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. یه سلام مجدد قابل توجه دست از عزیزان و علاقمندانی که از این لحظه برنامه خودشون شهرهای فوتبال رو تماشا میکنن. مفصل در مورد این شهر رو بعد صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم هر کی در آستانه بازنشستگی باشه میخوان بهش یه جور جایزه و تقدیر و تشکر کنم، میام میذارنش داور دربی. داور دربی باید کسی باشه که آماده ترین باشه، نه داور در مرز بازنشستگی. فکر میکنم تیم پرسپولیس از تنها موقعیتش استفاده کرد و به گل رسید. مربی تیم حریف بین دو نیمه میزنه تو سینه بازیکن من میتی ترابی. نمیخوام پرسپولیس قهرمان بشه، نمیخوام این هوادارا دوباره جام بگیرن. فقط من اینو بگم، خیلی یه چیزای تابلو بود. چرا به نظر شما چرا اینجوری میشه؟ مظلومیم. چون اونام که از نیمه دوم که شروع شد وقت اضافه کردم تا دقیقه 85، این هم روش. ما تو زمین حقمونو میگیریم، جاهای دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. همچنان جذاب این شهرآورد از قبل شروع میشه، در حین بازی همچنان اون اتفاقات پیرامونی رو هر دو دارن، یعنی کادر فنی، بازیکن‌ها، هوادارا و بعدش هم همچنان ادامه داره. بازم تاکید میکنم در برنامه امشب شب‌های فوتبالی که آخرین برنامه شب‌های فوتبالی ما در پایان قرن هست در سال 1400، حتما با افتخار میزبان جناب رضا درویش مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس خواهیم بود و یکی از اعضای کادر فنی باشگاه پرطرفدار استقلال. ما رو تماشا کنید، کلی قرار اتفاق خوب و جذاب بیفته. و اما سوال پیامکی داریم. فقط یه نکته رو بگم، بازم اشاره میکنم به تساوی یکی که بازی استقلال و پرسپولیس. نمیدونم تو هفته 23 شاید هوادارا، بازیکن‌ها، اعضای کادر فنی همه 16 تیم حاضر در لیگ برتر 21مین دوره منتظر یه ایدی خوب از شما بودن، اونم با گل‌هایی که به ثمر میرسه تو بازی‌ها میتونستید ایدی خوبی بدید در آستانه نوروز، اما این اتفاق نیفتاد. بازم تاکید میکنم 8 تا بازی فقط 7 تا گل داشتیم. اینجوری اگه قرار باشه یه جوری هوادارا دلخور میشن دیگه. بازم تاکید میکنم هوادار دوست داره منها اینکه بازی جذاب میبینه پرگل هم باشه، کیف کنه دیگه. بنابراین امیدوارم در ادامه لیگ شرایط بهتر بشه. متشکرم، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه شب‌های فوتبالی 3920. فراموش نکنید پل ارتباطی اول شما با برنامه خودتون شب‌های فوتبالیه، حتما مشارکت کنید دیگه. جذاب اتفاقی که در سال گذشته افتاده رخ داده، قطعا شما میتونید تاثیرگذار باشین. آگه گرافیکشو دوستان داریم اینجا من ببینم، اگر داریم یه مقدار در موردش صحبت کنیم. و اینکه منم با اجازه تایکانده محترم برنامه میخوام چون آخرین برنامه هستش نظرسنجی، نظر شخصی خودم رو بگم. مهمترین اتفاق فوتبالی ایران در سال 1400، گزینه یک، صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی قطر، نتایج عجیب و غریب دراگان اسکوچیچ با تیم ملی فوتبالمون، و اینکه قطعا دو بازی پیش رومون مقابل کره جنوبی در سئول و لبنان در مشهد مقدس میتونه بازی‌های جذابی باشه و دیدنی بدون نگرانی، و کیف کنیم از عملکرد شاگردان دراگان اسکوچیچ و پسران ایران زمین. دو، عدم حضور سرخابی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا، یکی از دغدغه‌های تماشاگران که مشتری اصلی فوتبال هستن همین بود دیگه، که چرا آقا بعد این اتفاق بیفته برای دو تیمی که اعتبار فوتبال قاره کهن هستن و حضورشون و وجودشون و حمایت حداکثری هواداراشون از این دو تیم میتونه اونها رو به مراحل بالاتر و پایانی برسونه. که پیشتر هم این اتفاق برای سپاهان، ذوب‌آهن، استقلال که دو قهرمانی و دو ستاره داره و پرسپولیس هم که دو بار موفق شده در فینال این رقابت ها حضور داشته باشه، خیلی ناراحت کننده بود. و سه، اولین حضور تیم ملی بانوان در جام ملت های آسیا که دختران ایران زمین هم
کاری کردن کارستان، مخصوصا سرکار خانم زهره کودایی با اون نجات تک دستشون، سیو تک دستشون که من اتفاقا تو همین برنامه شب‌های فوتبالی با گوردون بنکس دروازه‌بان افسانه تیم ملی انگلیس ایشون رو مقایسه کردم و دیوید سیمن اتفاقا تو لیگ برتر جزیره و همشون الحق و الانصاب خوب بودن. و چهار، عزل رئیس فدراسیون فوتبال توسط هیئت رئیسه که یکی دیگر از نگرانی های علاقمندان فوتبال بود. پس لطفا گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 3920 پیامک کنید. حالا آقا من اجازه دارم رأی خودم رو اعلام کنم یا نه؟ دارم. خب دوستان چیزی نمیگن. خب منم بله، خب دوستان میگن بله. من نظرم صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی قطر بود. واقعا حال مردم تو یکی دو مورد حالمون گرفته شد، اما احساس من اینه که صعود مقتدرانه و سریع تیم ملی فوتبال کشورمون به میدان بزرگ جام جهانی حال هممون رو خوب کرد، کیف کردیم. یه خسته نباشید و خدا قوت به همه کسایی که پشتیبانی کردن برای این اتفاق جذاب و مهم و درجه یک. دمتون گرم. اینم از این. پس همچنان ما رو تماشا کنید. اما تو بخش قبلی اشاره کردم با شهرآورد بزرگ پایتخت که 98مین بود، آخرین شهرآورد قن با عنوان و شماره و نمره 98 با حضور تماشاگرها بود. دوستان یه بخشی رو آماده کردن، به اتفاق می‌بینیم و بعدش مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس به جمع ما اضافه خواهند شد. بفرمایید. سایمون کریشلی که میگه فوتبال فیلم خیلی شبیه همونه و فوتبال بدون تماشاگر دقیقاً اینه که فیلم بدون موزیک میمونه. بعد از 5 جربی هرچند محدود، اما بالاخره روح فوتبال به سکوهای استادیوم برگشت. بفرمایید به آخرین دربی قرن، یه دربی کامل. الان مثلا اگه اینو سینما بود، خب جایگاه مشخص بود، صندلی مشخص بود، آره مثلا میتونستی بری، ولی ایشکی به ایشکی همینجوری میرن و میان، آخر سر هم برگرد معلوم نیست چیه. قیمت ها اوکی بود؟ خیلی زیاد حاجی، خدایی زیاد. 200,000 تومان پول بلیط، 218,000، 18,000 تومان چیز میگیرم مالیات گرفتن. اومدیم اینجا، ما همیشه با همین بارکد اسکن میکردم میرفتیم تو، الان باید دو تا صف دیگه وایسیم تو این کرونا که یه دونه دیگه از این کاغذا که همین بارکد روشه رو بدم به ما باز بتونیم بریم داخل. خیلی بالاست حضرت عباسی، تازه ما عیال بارم هستیم، تو رو جون مادرتون کم کنید. خیلیه بابا، 20,000 نفر رو گفتن بیان استادیوم، اندازه 100,000 نفر مردم پول گرفتن. تا 6 صبح ما بیدار بودیم، بلیط 200,000 تومانی خریدیم برای دربی. اینجا دوباره چاپ گرفتین؟ اینجا چاپ نه، چاپ بشه خب گرفتیم آوردیم، ولی خب اگه نریم که رامون نمیدن. بعد یه داستان دیگه هم هست، کارت شناسایی که میگن خب بابا کارت ملی گم شد، یه گرفتن دوبارهش داستانه. پرینت کارت ملی رو حداقل بگن آقا اونم کپیشو بیاریم، یا این ولی بگن آقا اصلش. الان جلو در به ما گیر دادن، حالا به زور اومدیم تو، حالا بریم دوباره گیت بعدی. ببین داره با چه پای داره میاد. سخت نیست با این پا داری میری دیگه؟ آقا چیکار کنیم، فقط عشق دیگه، خودتون هم میدونید عشق فقط پرسپولیس دیگه، چیکار کنیم؟ اصلا اینکه آدما الان دارن میان استادیوم خیلی کیف میده، یعنی بریم که ببریم قهرمانی رو تمومش کنیم بره دیگه. حسالم خیلی عالیه، درجه یک، ایشالله که میبریم و امسال هم باز قهرمان میشیم. بریم اگه ما بذاریم. سلام، یعنی استقلال نمیخوام بزن تیم پرسپولیس قهرمان شد؟ 100% تمام توانمون رو میذاریم، ایشالله 2-0 یا 3-1، هم نه امتیاز اختلاف و همین که قهرمانی زود هنگام میشه. اما چند باری به استادیوم؟ اولین باره. اولین باری که به استادیوم، اولین دربی هم هست؟ بله. بازی دیگه خیلی برای قهرمانی تاثیرگذاره دیگه. انشالله میریم میبریم، بعد بازی رو در رو میشه و قهرمان و عشق دیگه. برای استقلال که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی مساوی هم بگیره بازم استقلال قهرمانه. در کل استقلال قهرمانه، ولی ببریم دیگه تمومه. به نظرت این بازی چقدر برای قهرمانی تاثیرگذاره؟ خیلی. چقدر؟ سالت هزارت تاثیر میذاره؟ آره.
خدا رو شکر که باز شد تونستیم یه آخرین دربی رو ببینیم به امید برد دیگه. حسالمون خیلی عالیه. حال دلمون عالیه یعنی. انشالله هم اولین دربی رو ببریم هم اولین قهرمانی قرن رو ببریم. چندمین بار خود میتو استادیوم؟ من بالای 20 بارم. من چندمین دربیته؟ من هشتمین. هشتمین دربی که میای. چقدر جالب اینجاست خودم پرسپولیسی ام. به عشق این اومدم. آها من تو استقلال باشین. سختت نی؟ نه. بله بعد از 770 روز به هر حال تماشاگرها اومدن توی استادیوم آزادی و حالشون خوبه دیگه. الان دیدیم در تصاویر، فقط شاید یه جوری حالشون گرفته شد با اعداد و ارقامی که برای تهیه بلیت باید پرداخت میکردن. بازم تأکید میکنم به هر حال قشری که از فوتبال که فراگیرترین رشته ورزشی در دنیاست حمایت میکنه، قشر زحمتکشه و بچه های منطقه جنوب شهر. درسته که بچه های بالا شهر میان فوتبال دوست دارن نگاه میکنن حمایت میکنن، ولی عمدهشون اونجوری هن دیگه. امیدوارم در اتفاقات پیش رو یه جورایی یه نظارتی هم باشه، اگر تصمیمی گرفته میشه مثلا 100 150 200 در نهایت یه سبک سنگینی هم بکنیم بگیم مثلا در نهایت یه هوای برای بچه هایی که چون نزدیک نوروز هم بود دم عید بود یه عیدی شاید به حال اتفاق اینجوری هم اگر میافتاد قشنگ و جذاب و کامشون شیرین‌تر میشد. چون الان یکی دوشون گفتن آقا اصلا ما 200,000 تومان 150 تومان 100,000 تومان بدیم، حالا رفت و برگشت مسیر بالاخره تغذیه چیزی هم میخوان بنوشن میل کنن رو حساب 300-350 سرانگشتی 400 میافته. خیلی هم خوب، متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. تو بخش قبلی اشاره کردم که با افتخار میزبان مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس هستیم، جناب آقای رضا درویش که تشریف آوردن. سلام میکنم به شما، عیدتون مبارک باشه. خوشحالم که نزدیک میبینم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، ملت بزرگ ایران و طرفداران پرشمار پرسپولیس. لازم میدونم که موالید این ماه خجسته رو تبریک عرض کنم، بالاخص امروز که ولادت با سعادت حضرت ولی عصره. انشالله که با این اعیاد سال نورم به خوبی و خوشی شروع کنیم. انشالله که موانع مرتفع باشه و جامعه بشاش و پویایی داشته باشه. زنده باشید. خیلی ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردید. تو بخشه من میخوام مرتبط با بخشهایی که دوستان زحمت میکشن سوالاتم رو شروع کنم. آقا چرا اینقدر گرون؟ یه جوری انگار خیلی لاکچری و اینا در نظر گرفته بودن. چون ما با آقای مهدی که صحبت کردیم آقا ما اصلا هیچ کاره بودیم. خود باشگاه پرسپولیس به این شکل در نظر گرفته بودن اعداد و ارقام رو. خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به هزینه‌ای که هست میدونید که این پول همش به پرسپولیس نمیرسه. بله. درصد بسیاریش به جاهای مختلف میرسه، حالا 50-60% شاد به پرسپولیس. ضمن اینکه خب ما دیدیم یه فضای کمی برای در اختیار بلیت فروشی قرار میگیره، از این جهت گفتیم یه مبالغی بذاریم که اقلا بتونه هزینه‌های باشگاه هم در واقع یه منبع درآمدی برای پرسپولیس باشه. از این جهت گفتیم خب یه موقع است که شما 60-70,000 تا بلیت بفروشی، خب متناسب اون قیمت تعیین می‌کنی. وقتی بناس 20,000 تا بفروشی، خب باید یه قیمتی شما در نظر بگیری که بعد اینکه هزینه‌های برش مرتبط رو کنار می‌ذاری حداقلی برای باشگاه داشته باشه. از این جهت فکر می‌کنم قیمت رو به واسطه اینکه خب به حال یه سری میگفتن آقا حالا یه دونه بازی هم یه ایدی میدونن دیگه، به این شکل شنیدید دیگه؟ نمیدونم میشد نمیشد نمیشد. حالا این آخه اون موقع میگفتن یه بازی، خب یه موقع است یه بازی که جامعه بسیاری در بر میگیره. بله. بعد میگن حالا این بازی چون حالا یه تعداد کمی بوده اینا خواستن مثلا ایدی بدن. خب همه جور میشه تحلیل از هر کرد. طرف آره بله. حالا نه باشگاه هر تیمی بخواد به حال دقیقاً تحلیل ها متفاوت خواهد. ضمن اینکه خب یه هزینه به هر جهت شما اگه رایگان هم می‌کردی، ولی اون هزینه ها جای خودش بود، هزینه ها رو به تبع پرداخت می‌کردی. بریم سراغ اصل ماجرا. نتیجه شهرآورد پایتخت عادلانه بود؟ آقای دربی شما به عنوان مدیر عامل خب اساس عدالت رو باید در نوع بازی به نظر من جستجو کرد. البته هیچ وقت تو فوتبال یعنی تو ورزش رقم نتیجه بر اساس عدالت توضیح نمیشه، که بر اساس استفاده از فرصت هاست. ما فکر میکردیم که کرارا البته اینو گفتیم که بازی نتیجه بازی تو گاهی اوقات تو یعنی عمدتا باید در مون مستطیل سبز نتیجه به دست بیاد، ولی شواهد نشون میده که اینجوری نیست. شاهد مثال اون شما میتونید صحنه های بازی رو نشون بدین و این اتفاقاتی که میفته. من به عنوان مدیر عامل باشگاه خواهش کردم از آقای کامرانی فر
دو سه روز قبل از انتخاب داور مسابقه با. چهار روز قبل از اینکه با ایشون صحبت کنن رسما نامه نوشتیم به فدراسیون، به سازمان لیگ، که خواهش میکنم اگر امکان باشه این داور رو برای این بازی نذارید. چرا؟ برای اینکه شایبه برانگیز. شما ببین بازی با نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس ایشون بنامون داور مسابقه ما باشه بله. به جهت حالا تو فضای مجازی چیزی که واسه آقای افشاریان گذاشته بودن اینا ایشونو گذاشتن کنار بله. چجوری ممکنه ایشونو میذارن کنار اون بازی به جهت حالا مسائلی که تو فضای مجازی به وجود آورد بعد میارن بازی ما میذارن؟ ضمن این که ما گفتیم به جهت ارتباطات سببی که دارن با تیم رقیب شما اجازه بده که ایشون نباشه. این ارتباطات سببی تو بعد از بازی شما اشاره بله. کردی کی با کی چجوری داستان؟ حالا اونش بمونم. من گفتم آقا یه تیم حق داره که قبل از اینکه اصلا کسی رو بذارن بگن آقا فرمودن حدیث فرمودن اجتنب مواضع تهم بله. وقتی میبینی یه جای اتهام برانگیزه شما اجتناب کن از اون. آقای کامرانفر هم فرمودن که تحلیل خوبیه. وقتی واسه شون گفتم علتش چیه گفت کاملا حق با شماست درسته. من هم حتما میگم حتی به مسئولین وزارت ورزش به کی قرار بود بگن آقای درویش؟ به دارم به کمیته داوران آقای افشاری دارم به کمیته داوران آقای افشاری. حتی اگر اشتباه نکنم اون شب ساعت 7 دقیقه به 1 برنامه شب بود من با ایشون محبت کردم. البته من زنگ زدم ایشون برنامه‌اش محبت کرد زنگ زد گفت من همین الان منتقل میکنم. گفتن من همین الان منتقل میکنم. میگم خب ایشونو گذاشتن. وقتی یک تیم از اولی که بازیکن داره تو زمین میاد یه ذهنیت نسبت به یک داور داره شما ببین از نظر روحی روانی خود به خود منتظر این است که این داور یک سوت ناخواسته بزنه. من میگم وقتی یک فضای قشنگ روز به این قشنگی بعد ماها یا سالها نم خیلی وقت 770 روز خدا پدرتو حفظ کنه انشالله بعد قریب 2 سال بناس بیاد خب شما میتونی این شایبه ها رو برداری واسه اینکه یه فضای سالم همه با آرامش روحی وارد زمین بشن. خب وقتی به این مسائل توجه نمی کنن یعنی علی‌الظاهر میگن که یعنی درخواستای ما زیاد مد نظر نیست. خب این مسائل به وجود بیاد و حالا تو آخه همین ذهنیت هم اتفاقا تو شهرآورد رفت نسبت به آقای بنیادی فر استقلالی ها داشتن. حالا به هر حال ظاهرا اون چیزی که من شنیدم نامه هم نوشتن اما هیچ تغییر و تعویضی شکل نگرفت. میخوام میگم یعنی های دربیش اگه قرار باشه این ذهنیت ها باعث بشه که شما به عنوان مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس و سایرین به عنوان مسئولان باشگاه استقلال نام بالاخره یه مجموعه تصمیم میگیره ما به تصمیم اون مجموعه احترام بذاریم. حالا هر اتفاقی هم که پیرامونیش افتاد دیگه خودشون پاسخگو هستن دیگه. میخوام بگم یعنی همین اتفاق هم تو دربی یا شهرآورد رفت اتفاق افتاد. خب خیلی شما ببینید 5 روز قبلش 6 روز قبلش ما با مسجد سلیمان بازیش منون ایشون داور باشه به جهت مشکلاتی که بهشون برخوردی که بین ایشون و رئیس کمیته داور بود ایشونو منع میکنن از داوری ولی بعد واسه یه همچین بازی مهم و پر استرسی میان از ایشون استفاده میکنن. بعد طی بازی سوتایی هم که ایشون میزنه خب این شایبه رو به وجود میاره که خب اون زنی که تیم ما داشت بازیکن ما داشت طرفدار ما داشت شاید درست ما میتونیم زیر ریز بشیم مشخصا کدوم صحنه بود آقای درویش؟ اولین صحنه اون هندی که بازیکن استقلال دقیقه 30 اینجورا یه هندی میکنه توپ میاد میخوره به پاش میخوره تو دستش عارف غلامی. بله خب اون یه هند کاملا شما معتقدید که توی محوطه جریمه اصلا توپ محوطه نه هند بود خلاصه که خب حالا من درست فوتبالی هستم ولی نظر ازدید نداره. حالا من داورا میتونیم بپرسین تقریبا اکثر داورا نظر داشتن که صحبت میکنیم روی اون صحنه بودش. خب یکی اون صحنه دیگه مثلا یه صحنه دیگه بازم نیمه دوم یه هندی شد نشد دو سه تا خطا رو بازیکنای ما بود داور متوجه نشد. خطایی که رو بازیکن حریف میشد داور کارت داد تو دو سه صحنه به بازیکن ما شاید در همون شدت خطا توی مقابل هم داشت ولی داور از اون گذشت. از همه مهمتر شما نگاه کن الان فیلمش موجوده زمانی که بازیکن ما میخوره میفته رو زمین برانکار میاد رو زمین بازیکن تعویضی میاد رو خط وامیسته یه موقع است که آقای گل محمدی اعتراض داره بعد گل میگه تعویض نشد
شما صحنه رو دیشب یکی از این شبکه‌های تو اومد دیدم نشون داد. ما مفصل عذرخواهی میکنم، من یه پرانتز کوچیک باز میکنم، یه نقطه میذارم، عذرخواهی میکنم. تایکانده محترم برنامه گفتن من اصلا نمیخوام ورود کنم، من به عنوان یک کسی که به حال دارم نگاه میکنم این شهر آورد و به عنوان یک ایرانی، اما ادامه برنامه کارشناس محترم میان رو خط در مورد تمام صحنه‌های شهر آورد، اینکه اون اتفاق هند بوده نبوده، اون بحث بیرون زمین و چالش ها و تنش هایی که بوده، همه رو کارشناس محترم داره توضیح میدن. بفهم شما ببین اونجا چندین بار من این فیلم رو دیدم، بازیکن ما میخوره رو زمین، برانکا هنوز تو زمینه، بازیکن تعویضی ما میاد رو خط، آقای کامیابی نیا میاد بازوبند رو داره میبنده به دست سجلا، نفر اول آقای سجلا حسینی هستن که ایستادن، بعد ایستادن آقای کامیابی نیا داره بازوبند میبنده به دست ایشون، یعنی اولا ما یه نفر رو داریم که خورده رو زمین، ایشون هم وایستاده اونجا که این دو نفر بیان، و آقای گل محمدی هم هی میگه آقا چرا تعویض انجام نمیشه، تابلو میاد اول تابلو خاموشه بعد تابلو روشن، یعنی حتی تابلو روشن هم میشه، دستش میخواد بیاره بالا، مشخصه توپ هنوز به گردش نیفتاده، بازیکن ما رو دارن میارن بیرون، هی اشاره هم میکنه، اگه شما ببینید یه جا حتی بعد اینکه داور بازی میخواد ادامه بده یحیی شال گردنش هم میندازه تو رو خط، یعنی تو زمین بیرون زمین، رو زمین که آقا چرا این تعویض انجام نداده. بله خب من میگم یه چیز عادیه که وقتی داور میبینه بازیکنی خورده زمین و برانکار داره اون بازیکن میاره بیرون، اولین جایی که نظر داور رو جلب میکنه خط تعویضی که آقا آیا بازیکنی اومده برای تعویض یا نه. آقای درویش من میگم تمام این چیزایی که شما میفرمایید درست. بله چجوری ما یه سری از رفتارها رو هضم کنیم؟ اصلا هم نمیخوام اشاره کنم به شخص خاصی، الان برگردیم چند هفته عقب ببینیم یه مربی اجازه میده به خودش میره تو زمین با. یه مربی دیگه باز حالا شالگردن باز میکنه میندازه تو زمین، من نمیدونم شما به عنوان کسی که من شما رو ارادت دارم میشناسم از 30 سال پیش، بنابراین میخوام بگم همه اینا رو ما میگیم آقا اعتراضات درست، همه چیزایی که میگین درست صحیح، این رفتارا رو چجوری حذف کنیم آقای درویش؟ آقا این دو مرحله، بازی شهرآورد از نوجوان 6 7 ساله مثل پسر من میشینه نگاه میکنه تا کسی که 60 70 ساله. خب آخه دو جنبه داره، یکی این که ما چرا به این سو میاریم مربی رو، به اینجا میکشونیم کارو که مربی علل خصوص یه مربی آروم مثل آقای گل محمدی، چون آقای گل محمدی بین مربیام تقریبا معروفه به اینکه خیلی ساکت و آروم و صبوره، ما میگیم چرا به اینجای کار میرسونیم ایشون رو که ایشون مجبور بشن برای گرفتن حقش که میدونه هیچ جوری حقش رو نمیتونه بگیره شکایت میکنیم کمیته انضباطی کمیته اخلاق به جایی نمیرسه، خب مجبور میشه گاهی اوقات این از نظر روانشناسی از یه روانشناس شما بپرسی حتما میگن که گاهی اوقات حرکات بر اثر ناخواسته آدم یعنی به اونجا میرسونن آدم رو که این حرکاتی که همین الان شما بری به آقای گل محمدی صحبت کنی یقینا میگه که خب من این کار رو نباید انجام میدم در یک حالت متعارف، ولی خب به اینجا میرسونن ایشون میبینه. مثلا من حالا جالب واسهتون بگم، از دربی قبل یه شکایتی باشگاه کرده به کمیته انضباطی، به منم رفت پیدا نمی‌کنه مال قبل از دوره منه، چند روز پیش باشگاه بودم یه نامه اومده از همون کمیته انضباطی، مال ما شاید دو ماه قبل از اونه، تا امروز به اون پرونده هنوز رسیدگی نکردن، دو ماه بعد اون تیم حریف از یک مصاحبه از یک چیزی ظاهرا شکایت کرده، جالبه مال اونا اون درخواست به کمیته انضباطی داده بودن احضار میشن بازیکن ما، یعنی تشکیلات ما مدیر ما مسئول ارتباطات ما، ولی دو ماه قبلش که باشگاه داده بوده هنوز در وقت رسیدگی قرار نمیگیره. خب این مسائل شایبه برانگیز وقتی به وجود میاد خب مربی رو ناخودآگاه در این فضا ایجاد میکنه، شما از سه روز قبل هی تو ذهن دینه که اگر این مربی اگر این داور بیاد مربی حتما اومده که سر ما رو ببره. عجب. آقا من یه چیز ساده به شما میگم، شما چون مرجع تقلید در امور فوتبال هم هستی الحمدلله الان بناس بعد از پایان تعطیلات لیگ رو شروع کنیم. بله درسته، دوازدهم من اون چیزی که شنیدم قرار نه پونزدهم شما بازی داریم، من دوازدهم سیزدهم من اون چیزی که شنیدم قرار بازی حالا شد. یک سوال از شما میکنم، اگر بناس استراحت به تیمی بدن
به نظر شما کدوم با تیم باید استراحت بیشتری داشته باشه؟ با تیمی که بازیکن بیشتری درگیر تیم ملی داره دیگه. امروز ما 8 بازیکن درگیر تیم ملی داریم. 5 بازیکن ایرانیمون دعوت شدن برای تیم ملی. 5 بازیکن از باشگاه پرسپولیس دعوت شدن. چجوری شما 8 تا؟ 3 بازیکن خارجی اونم برای تیم‌های ملیشون دعوت شدن. من متوجه نمیشم. الان 3 بازیکن، یک ازبک ما و 2 تاجیکستانی ما. بازیکن‌های خارجیتون هم برای تیم‌های ملیشون دعوت شدن. تازه ازبکستانی نامه ما داده که این 12 ما میتونیم اینو به شما برگردونیم. خب شما به من بفرمایید به عنوان یک فردی که سالها ورزش رو پیگیری کردین، اگر بناس ما بازیمون بازی های لیگ شروع کنیم، با تیمی که دیرتر با اصلا باید بازی کنیم، تیمی باید باشه که بیشترین بازیکن رو به تیم ملی داره دیگه، چون این بازیکن ها باید بیان به تیم بیفرن، خستگیشون از بین بره، با تیم کار کنن، بازی رو شروع کنن. با. درسته؟ منطق نه منطقش منطق هر زمین منطق ما همین نوع نامه هم دادیم. تیمایی ما تیمی نداریم بیشتر یکی دو تا بازیکن تیم ملی داشته باشه. استقلال هم چند تایی داره آقا؟ استقلال 4 تا داره. شما بپرس چند تا داره. 4 تا داره. مطمئنم نمیخواد بپرسم آقا. 4 میتونم بگم اگه بخوام. نه 4 تا داره دیگه. درسته. نسبت به ما یعنی نصف ما بازیکن تیم ملی. حالا من ایرانی‌ها رو حساب اگه بخوام بکنم مثلا 4 تا 5 تا میشین. ولی حالا اون خارجی هم که میگه خب بازیکن ما اونم ما نگفتیم تیم ملی ما. گفتیم برای تیم‌های ملیشون دیگه. خلاصه بازیکن از تیم ما خارج دیگه، یعنی اختیارش با ما نیست. حسین زاده و عارف و صد حسین حسینی بازیکنایی بودن که از استقلال به تیم ملی. درسته. خب ضمن این که هیچ کدوم اینا جز بازیکن اصلی تیم ملی هم تا حالا نبودن، یعنی دو روزی هم که تیم ملی بازی میکنه اینا بعید جز بازیکن اصلی تیم ملی باشن. ولی خب ما 8 بازیکن به تبع ما برای هماهنگی به وقت بیشتری احتیاج داریم دیگه. پس به تبع حداقل یا باید با اونها در یک روز بازی کنیم یا بعد اونها بازی کنیم. منطقی نمیگه دیگه، جانبداری نباشه. خب الان بازم بازی ما قبل از اوناست. تازه ما نامه دادیم از یه هفته پیشا، گفتیم شاید ما دعوت شده هامون بیشتر باشه. پس به قانون والا چیزی که قانون میگه تیم ملی باید 72 ساعت قبل از هر بازی بازیکنان باشگاه رو برگردونه. حالا اینکه بازیکنی توی ترکیب باشد آقای درویشیان نباشد اون دیگه به صلاح دید سرمربیه. دقیقاً. تا پیش از اینم تا جایی که من یادم میگفتیم همیشه معترض بودیم که میگفتیم آقا لیگ برتر ما سودش چیه برای تیم ملی که فقط وحید امیری از لیگمون توی ترکیب، بقیه همه لژیونر هستن. دلست. ولی در مجموع حالا به این شکله و امیدوارم آقا ته داستان، چون ما زیر ذره‌بین هستیم و حالا تو بخش قبلی من گفتم آقا یه سری رفتارها یه سری تنش‌ها چون زیر ذره بین هستیم اینا بازتاب بین المللی داره. آقای درویش ببینید ما یه وقت منافع فردی، منافع باشگاه، منافع ملی. قطعا شما به عنوان مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس اگر آجرلو هم اینجا بودن به عنوان مدیر عامل محترم باشگاه استقلال، من این سوالو میپرسیدم، هر دو بزرگوار به منافع ملی در نهایت رأی میدادید. این بازتابه یه مقدار بله، ما رو نگران میکنه. عرض من اینه که من میگم این مسائل شما بغل هم میذاری این شایبه ها رو به وجود میاره. من میگم که وظیفه است، یعنی بازیکن میاد تو باشگاهش بروز پیدا میکنه که بره تیم ملی. بل. همه آرزو و آمال یک ورزشکار رسیدن به پیرهن مقدس ملیشه. بل. من باشگاه دارم، من مدیر و من کارگر اون باشگاهم، وظیفه‌م اینه فضای مهیا کنم تا بازیکنم به عالی ترین سطح برسه که به اون آرزوش که پیرهن مقدس ملیه برسه. ولی من میگم اگر بناس ما یک حقی رو به طور مساوی تقسیم کنیم این تساوی درش نیست. حالا با دوستان در تلاش هستم با آقای سهیل مهدی بتونم من خودم آقای سهیل مهدی به نظر من یکی از با تدبیرترین مدیرایی که فوتبال ایران به خودش دیده آقای سهیل مهدیه. هیچ کس اینو نمیتونه کتمان کنه در برنامه ریزی در کار. من هم از ایشون خواهش کردم گفتم آقای سهیل مهدی از دو جنبه بسنجیم. یکی این که بحث این بود یه تیم اول بازی کنه، مثلا ما ساعت قبل از استقلال بازی کنیم، استقلال ساعت قبل از ما، یکی ما باشیم یکی ایشون. بله. اگر به این قرعه شما اعتقاد داشته باشید بازم حق با ماست، چون بازی قبل مسجد سلیمان ما اول بازی کردیم، استقلال با صنعت نفت بعد ما بازی 8 شب بازی کرد. مطلب دوم این که اگه بخوام به این بسنجی خب باید ما بعد استقلال بازی کنیم، ولی ما الان با اینکه به من محبت کردن اول 14 بود آوردن کردن 15، ولی استقلال 16
خب ضمنی که هر دو تا تیم تهران نیستیم که بگیم چون زمین آزادی نمیشه هر دو تو یه روز بازی کرد، خب باید جهاتون عوض شه. از این جهت ما تو یه زمین دیگه هستیم، اونا تو زمین آزادی هستن. بعد بازم از نظر زمین تداخلی نداریم. خب من اینا رو بغل هم می‌ذارم. آقا یه چیز دیگه به شما بگم، چرا باید من مدیر عامل باشگاه بیام تعهد بدم؟ آقا من تعهد میدم بازی با استقلال ما رو ساعت 3:30 بعد از ظهر نذارین زیر نور خورشید، الیدیای ما اون تبلیغاتی که پخش میشه دیدش خوب نیست، کارگزار من میگه من نمیتونم تبلیغ بگیرم. ما حداقل 4 روز پیگیری این بودیم. زمین مسئول اونجا نامه داده بود به سازمان لیگ که آقا چون برق استادیوم آزادی ایراد داره بازی رو بندازین 3:30. شورای تامین هم میگفت 3:30. میگفتیم الهی قربونتون برم، ما اگر این ایراد داره که خب 2 روز بعدش استقلال 8 شب بازی کرد، 3 روز قبل اینکه استقلال بازی کنه همچین نامه زدن برق اینجا داره ایراد داره شبانه نمیشه بازی کرد. گفتیم آقا استقلال که 8 شب بازی کرد، 8 شب اونام روشن نبود اون شب، حالا شاید یه شبی 8 روشن بود، حداقل اون شب 8ش روشن نبود. دومی که ما محل درآمد اون فضای تبلیغاتیه. شما ببین برای یه همچین مطلبی من باید متوسل به وزیر بشم، چون ایشون اینجا جا داره از ایشون تشکر کنم، آقای دکتر سجادی، که واقعا تو کارهای ریز ما باید بریم به ایشون متوسل شیم که آقا تو رو خدا بگی این حق ما رو نخورم، مثلا اجازه بدم ما تو اون ساعت. بعد من کتما نامه نوشتم که آقا من مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تعهد میکنم برق اینجا رو مشکلش رو حل کنم، یعنی اگه مشکلی به وجود بیاد به عهده من. آخه من البته ما با آقای مهدی صحبت کردیم، گفتن نه اصلا مشکلی نداره برق استادیومو. خب حالا شما اگر ممکنه مشخصا من این سوالو حالا ارتباط بگیریم در ادامه، شما نامه نگاریایی که ما کردیم و نوشته که با توجه به این که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس مسئولیت برق رو پذیرفتند، بازی تازه اونم بازم آقای یوسفی شرکت تجهیز محبت کرد به جهت محبت که به من داشت، گفتن آقا هر چی فلانی تعهد کرد همون کار شما انجام بدین. بله. خب من میخوام بگم خب اینا به نظر شما شایعه برانگیز نیست؟ 3 روز قبلش اونا بازی دارن، 8 شب برق قطع نمیشه، این برق هم که بعیده. حالا انسان ها دارای روح و عاطفه هستن، جامعه داد احتمالاً انقدر هنوز احساساتی نشدن که ما بازی داشته باشیم قطع شن، اونا بازی داشته باشن وصل بمونن. خب همه اینا دست به دست هم میده، ناخودآگاه ما ظن بد میبریم که نکنه با ما مشکلیه. حالا من میگم با من هم اگه مشکل دارن دیگه سر تیم در نگاه، این تیم 40 50 میلیون هوادار دلش خوشه به این نتایج بازی، حیف نبود یه روز به این قشنگی رو. حالا این داوری که شبه برانگیز بود نمیذاشتن یکی دیگه، حالا نتیجه فارغ از نتیجه همه اعضای تیم و طرفدار تیم و اینا با یه استرسی میاد، خب این استرس رو نداشته باشن، حیف نیست روز به این قشنگی؟ شاید تو تاریخ دربی اینجوری که میگن یکی از بهترین بازیایی بود که استقلال پرسپولیس بازی کردن. پیشکسوت‌ها و کارشناسای دو تیم و اساسا فوتبال گفتن آقا یکی از بهترین شهرآوردهایی بود که پخش رو دیدن و مردم هم کیف کردن، حالا فارغ از نتیجه که به دست اومد، که در نهایت شما آقا نگفتین خیلی کوتاه عادلانه بود یا نبود نتیجه؟ به نظر من نتیجه عادلانه نبود. نبود. یعنی شما پیش بینیتون قبل از اینکه بازی شروع بشه حتما فکر می‌کردیم که پرسپولیس میبره، چون تمرینات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن، تیم خیلی خیلی آماده بود و همشون مصمم بودن که برنده بیان بیرون. من به شما قول میدم که اگر اون تعویض رو اجازه میدادن انجام بشه و همون جایی که باز سید جلال می ایستاد درست از همونجا ضربه خوردیم، ایشون سر جای خودش بود، یقینا همچین نتیجه رقم نمیخورد. خیلی متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. حتما در ادامه با آقای سهیل مهدی ارتباط خواهیم گرفت، اما ما حامی داریم، شرکت تکماکارون حمایت میکنه از برنامه شبهای فوتبالی با 3 دهه سابقه و امشب مفصل میخوایم در مورد این صحبت کنیم که به عنوان اولین تولید کننده محصولات ماکارونی ارگانیک در ایران مفتخر به دریافت گواهینامه بین‌المللی تولید محصولات ارگانیک شدن. پس پیشنهاد میکنم حتما استفاده کنید، یک وعده غذایی با ارزش و حمایت کنید از این مجموعه که حمایت میکنه از برنامه شبهای فوتبالی، برنامه که با افتخار تقدیم شما میشه. اما میخوایم بریم خلاصه بازی رو ببینیم آقای درویش و برگردیم و همچنان گفتگو ادامه خواهد داشت. بفرمایید.
آخرین دربی سال بعد از مدت ها با حضور تماشاگران، پرسپولیس و یحیی گل محمدی چاره ای به جز شکست دادن استقلال ندارند. استقلالی که با فراد مجیدی شکستی و تا اینجای فصل تجربه نکرده. سرنوشت لیگ امروز تا حدودی زیادی توی استادیوم آزادی مشخص میشه. فرصت برای استقلال، آفساید هم نیست، حالا حمله میکنن، ببینیم آی توپ چه میکنن، رد میشه، میزنه، گوهری میگیره، یه فرصت، دوباره امیری، یه حرکت دیگه، حالا برای شماره 77، سعید آقایی، روی دروازه، یه ضربه سر، یه فرصت، یه چرخش، یه بازیکنشون هم روی زمین دراز کشه، تا اگر حالا ضربه زده میشه و گوهری دوباره برگشت توپ، اشتباه میکنه توپ از دست میره، دوباره داسیلوا یه پاس پاشه دفاع آفساید نیست، فرصت برای یاران استقلال، استقلال فرصت داره، به بیرون کی میزنه این توپو؟ دوباره فرصت برای پرسپولیس، وارد محوطه جریمه شدن، به بیرون میفرستن، یه فرصت دارن، حالا فرصت، ضربه بعدی باز هم گل نمیشه. 34 دقیقه رو میگذرونیم بدون گل مساوی، یه حمله دیگه، فرصت برای پرسپولیس، موقعیت دارن، حالا ببینیم چی کار میکنن، پاس به عقب، یه شوت و به کنار دروازه، توی در، ولی مدافعان پرسپولیس هم هوشیارن. دوباره کوین یانگا، مهدی پور باز تو در، یه فرصت، یانگا پا به توپ نمیشه، یه ضربه و به بیرون میره. همین چه توی دروازه یا توی دروازه، توی دروازه، قرمز ها به گل میرسن، رامین رضاییان پاس گل میده و قوقایی در بین طرف ها قرمز به پا میشه و علی نعمتی زننده گل بازیه. نگاه کنیم با این ضربه سر، خیلی خوب بود صحنه این که اینجا یه گل زیبا به ثمر رسوند. یه فرصت برای استقلال، موقعیت داره، اگه پاس به بیرون بندازه میزنه، خودش مستقیم میزنه، چه موقعیتی بود، یه گل خرید برای استقلال. دفاع جانانه ی هر دانی رو دیدیم. حالا باستن پرسپولیس، یه فرصت دیگه، چهار نفرن و این بازیکن تنهایی میخواد بزنه تو. حامد پاکدل هم آماده است تا به بازی بیاد. ضربه سر، استقلالی ها دیگه باید فقط سانتر بکنن، یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه، رو دروازه، گل، توی دروازه گل، تعویض طلایی فرهاد مجیدی، چه خبر شده تو ورزشگاه، بال خودش رو زد. نگاه کنیم یه بار دیگه، صالح هردانی میفرسته شیرجه جستد و نتیجه 1-1 مساوی میشه. دو گل تقریبا یه شک در بازی رو دیدیم و ضربه زیبایی که یاران استقلال به توپ میزنه، 1-1 مساوی. یحیی تا کجا رفته تو زمین ببینید، به سینه داور میزنه، رفتار خوبی نیست، امیدواریم خیشتنداری بکنن و کنترل بکنن خودشون رو. Thank you.
شاید بعد از اینستان داور سوت رو بزنه. سید جلال بله داور سوت رو میزنه و استقلال و پرسپولیس در زیباترین بازی سالهای اخیر خودشون 1-1 مساوی میکنن. متشکرم که ما رو تماشا میکنید. جذاب دیگه، هرچی نگاه کنیم خلاصه یا کل بازی آخرین شهرورد قرن رو جذاب به دل میشینه. آقا میچسبه به آدم. بهترین صحنه‌ای که به شما چسبید کدوم صحنه بود آقای؟ بهترین لحظه‌ای که گل زدیم. همون لحظه گل؟ بله. گلم خیلی خیلی صحنه جالب حسابی. و اینکه سرنوشت یحیی گل محمدی چی شد آقا؟ استفاده داد؟ آقای گل محمدی خب دیشب من باش صحبت کردم، یعنی به پیامی واسم داد من باش صحبت کردم. ما یادمون باشی آقای گل محمدی و گل محمدی ها سرمایه ملی این مملکت هستن، نباید کاری کنیم که اینا برن خونه. یعنی ایشون انقدر ناراحت بود که میگفت من حداقل یکی دو سالی از صحنه فوتبال برم کنار و اینا وقتی این کارا رو با ما میکنن انقدر نظر روحی روانی ناراحت بود. من بهش گفتم آقا شما فعلا این حرفا رو ولش کن، برو با خانواده یه چند روز سرگرم باش، تمرین فعلا تعطیله. تا کی تعطیل تمرین پرسپولیس؟ تا سوم. سوم بله. از این جهه میگم نه به خدا نه و شما لوت داری. گفتم آقا این تعارف نمیکنم، برو نمیخواد پیرامون این حرفا صحبت کنی. یعنی شما 100% حمایت میکنید؟ بله حتما. اصلا نه من میگم آخه امثال های گل محمدی من چند تا پیدا میشن، چقدر سرمایه های ملی رو ما خونه نشین کردیم، چرا ایشون هم با این رفتارا بخوایم کاری کنیم که ایشون هم به اونا بپیونده؟ آخه اتفاقا میخوام میگم به خاطر اون سرمایه های ملی که شما اشاره کردین و اسم نیاوردید خونه نشین کردیم، یه شایبه ای هم به وجود اومده بود که شاید مثلا آقا یه جابجایی تغییرات نمیدونم شما تایید تکذیب شد. اصلا ما تا آخر، یعنی آقای گرمادی حق نداره. شما ببین دفعه پیشم که استعفا کرد اگه خاطرتون باشه من گفتم آقای گرمادی جایی نداره بره، آدم که از خونهش غر نمیکنه. شاید خیلی جام حق باشه، حالا شاید اگر به انفجار نمیرسوندنش این حرکات رو شاید تو زمین نمیره، ولی دید که چاره ای نداره، شاید برای گرفتن حقش فکر میکرد مجاری وجود نداره، تنها راهی که میتونه این حقش رو بگیره اینجاست. از این جهت یه همچین حرکتی از خودش بروز داد. ولی خب آقای گل محمدی متعلق به یه مملکت، متعلق به 40 میلیون هواداره، خب باید حفظش کرد، وظیفه‌مونه و حتما هم برمیگردن. یه آماری است که من میخوام بگم، پرسپولیس قبل از شهرآور در 12 بازی با سوت آقای سیدعلی هرگز نباخته. میخوام بگم یعنی در راستای بخش قبلی که شما توضیح دادید، خب این آمار علم خشک و بی‌رحمی است. بعضی وقتا این آمارها یه چیزی رو به ما، ولی تو این آمارها هیچ کدوم این سوتاش با استقلال نبوده، درسته؟ ما بحث اون سر بازی استقلال بود مشخص. و الا اگه ایشون بنا بود بازی مسجد سلیمان رو سود بزنه که ما هم راضی بودیم ایشون سود بزنه، ولی ها به جهت مشکلاتی که بین خودشون و کمیته به وجود اومد ایشون رو منع کردن از سود زدن که ما مشکلی نداشتیم. که ما خواهش کردیم ایشون برای این بازی نباشه، نگفتیم که ایشون بازی های ما رو سود نزنه. که متوجه شدم به خاطر حساسیت. بله. آقای یحیی گل محمدی یه جایی، من یه مقطع نیم فصل بود، میگفتن آقا اون خریدهایی که مد نظر من بود نشد که بشه. درست. حالا شاید ایشون، من اینجوری که با ایشون صحبت می‌کردم منظورش این گفت من منظورم اول فصل بود. برای نیم فصل اول فصل که شما نبودین. نه خیر، ایشون هم گفت من منظورم شما نبود، کلا منظورم بود. ولی برای نیم فصل هم دو تا لیست، یه لیستی داشتن که خب بازیکن‌های ثابت، بازیکن مد نظر نیم فصلشون رو شما خریدین؟ نه آخه دو تا صورت داشتنشون، یه صورت که بازیکن‌های شاخص دو تا تیم خوب بود که همشون قرارداد دو سه ساله داشتن، اگر یه روزی اینا خواستن آزاد بشن بتونیم آزادشون کنیم، تمایل به آزادی داشته باشن اینا خوبه بیان، که هیچ کدوم تمایل به آزادی نداشتن. این بازیکنای دیگه بودن که ایشون مثلا رامین و ایشون می‌خواست، خب رامین هم خیلی علاقمند بود پرسپولیس بیاد، تاثیرگذار بود دیگه پاسی که داد. بله، کلا تو بازی‌های دیگه هم از روزی که اومد تاثیرگذار بود. همین بازیکن ازبک ما رو شهرزاد و بازم مد نظر ایشون بود، حتی آقای گوهری هم ایشون چون دو علاقمند بودن به پیوستنشون ما جذب کردیم. صحبت از مرتضی پورعلیانجی، عیزا بیرانوند،
شجاع خلیلزاده هم شده آیه در شما تایید میکنید تکذیب میکنید؟ نه اینا باید فصل تموم بشه برای فصل الان پیرامون اینا صحبت کردن. خب همشون با تیمای خودشون قرارداد دارن. خب یه بحث غیر حرفه‌ای که اصلا ما پیرامونش صحبت کنیم. ولی شنیدین دیگه شما؟ بله اسامیشون دیگه تو همه جا. بله خب رایزنی هاست اینا بیشتر حرفای فضاهای مجازی و اینا هست. هنوز از باشگاهیش که با اینا صحبت نداشته ولی خب همشون علاقمند به پرسپولیس ازن. خود علی با من صحبت داشته، آقای بهرامند. خب به جهت بود آخرین صحبتتون با آقای بهرامند بعد از اینکه اون مشکلات مالی و شکایت هایی که داشتن برطرف، خیلی اظهار لطف کردن که خب حالا شما اومدی این مشکل رو حالا با ملاتفت ما حل کردیم. قبلا مثلا حالا چندین بار گفتن و عملیاتی نه، خب گاهی اوقات ما میتونیم با یه صداقتی با یه زبون خوبی کار به اینجا نکشیم و متاسفانه نمیگیم که ما یکیش رادو رو شما میبینی الان ما محکومیم به اینکه 900,000 یورو به رادو بدیم. رای هم نمیشد با رادو دوره من نمیشه چون اون کاراشو کرده بود. یعنی اون به قول خودت چون توی برنامه شما بود فکر کنم یه شب نه تو برنامه ما نبود. توی برنامه بود که مثلا میگفت به خاطر بیمهری که بهش شده بود و میشد مثلا 20,000 دلار تو اون وقت مقرر اگه میدادن شاید دیگه مجبور نبودیم ما 900,000 یورو حالا امروز نمیدیم ولی 6 ماه دیگه باید بدیم به هر جهت. خب اینا معضلاتی که شاید ناخواسته به جهت یه حرکاتی به وجود میاد. در مورد عیسی آل کثیر یه استوری من دیدم تو فضای مجازی، حالا گفتم فضای مجازی، آقای یحیی گل محمدی هم کلا فضای مجازی رو تگ کردن، یعنی خداحافظی کردن و بعدم کلا امروز ما هر چی جستجو می‌کردیم پیداشون نکردیم. حالا همین چند دقیقه پیش بودم محبت کرده بودن یه پیامی واسه من فرستاده بودن ولی خب فضای مجازی منم اینجوری شنیدم چون من زیاد تو فضای مجازی نیستم. ما شنیدیم نیستیم پسرم گفت. بله خب خدا حفظشون. زنده باشید. عیسی آل کثیر تو فضای مجازی استوری ازش دیدم ظاهرا آماده است، مربیش میگه آماده است. دو تا تفکر آل کثیر که منم چند بار با ایشون صحبت داشتم احوالشون رو پرسیدم، ایشون میگه که یه دکتری خودش سراغ داره در همون شهری که هستن، ایشون اعتقاد داره که این احتیاج به جراحی نداره، الان هم شروع کرده به تمرینات. بله پزشکانی که مورد تایید گروه پزشکی ما هستن که از پزشکان حاذق مشهور تهران هم هستن، اونا اعتقاد دارن این عمل میخواد. آی گل محمدی هم خب به حق میگه، خب اگه یه مربی نتیجه واسش مهم باشه میگه من چون میگه خوبم و میام ازش استفاده میکنم، خدای نکرده فردا یه چیز بشه خودش مقصره، ولی میگه نه من چون سلامتش واسم مهمه باید این دکترایی که همه از بهترین جراحای روز هستن اونا اجازه بدن. اختلاف بین عیسی آل کثیر و باشگاه وجود نداره اصلا، الان یه سال تمرینش هم بله بله برای همین عرض کردم. نه الان تمرینش میکنه ولی خب بحث این دو پس تفکر کادر درمانی و پزشکی الان محل اختلاف. بله بحث دو تفکر رو داریم. خودش چی میگه؟ خودش میگه نه اون دکترای ما به ما گفتن تو میتونی بازی کنی. خب اگه خودش راضیه. خب نه آقای گل محمدی میگه اگر خدای نکرده این یه آسیبی ببینه برای همیشه باید فوتبال بذارن. که من نمیخوام. قرارداد داره با پرسپولیس سال دیگه هم داره. سال دیگه آخه یه وقتی منافع فردیه یه وقت منافع باشگاه است. عیسی من چون ارادت دارم و از نزدیک میشناسمش آدم متعصبیه. بله تو هر پیراهنی که برای هر باشگاهی که بازیگر همین جوریه. مثلا نفت تهران من یادم با حمید درخشان صحبت می‌کردم، حمید خان درخشان که تا مهمانه برای میگه آقا تو چه وقتی عیسی رو میزنه من قلبم درد میگیره. تو اون مقطعی که سرمربی نفت تهران بودن واقعا متعصب بازی میکنه. بنابراین وقتی خودش میخواد آقا بازی کنه ایشون میگه پزشکی خودش راضیه دیگه. خب نه ما نمیخوایم که این برای بازی کردن دو تا بازی ما عمر فوتبالیش تموم بشه. اگه یک حادثه واسش اتفاق بیفته شاید به این بیانجامه که دیگه عمر فوتبالیش تموم بشه. خب ما هم جاه طلب نیستیم که بگیم حالا واسه ما بازی کنه یه چیزی شد حالا امروزمون رو بگذرونیم. خب این یه مقدار منطقی نیست. تو بخش قبلی در مورد رادو صحبت کردیم. 900,000 یورو برای رادو، درست آقا؟ تایید میکنید؟ کی این قرارداد رو بسته؟ دقیقه چند حساب کرده؟ والا یکی از این دوستان باشگاه که تو این کار تبحری دادن به من میگفتش که ما محاسبه کردیم گرونترین بازیکن تاریخ فوتباله بر اساس دقایقی که بازی کرده پولایی که گرفته، یعنی پولی که از گذشته گرفته و پولی هم که از الان میگیره طلب داره. حتی از مسی میگن قیمتش بیشتره. ولی حالا کاری مسی رو برای باشگاه پرسپولیس داشته؟ شاید بیشتر از جهت بدهکاری بعد کی این قرارداد آقا به حال شما به عنوان کسی که الان باشگاه استقلال دو سال پیش بسته بودن چون یه روزی هم یکی از این دوستانی که قبلا سرپرست تیم بود خدمتشون بودم اومدن دفتر میگفتن
زمان آقای کالدرون جالبه باسم، میگفت آقای کالدرون آقای خلیلی باسم نقد کرد، مدیر آکادمیمون آقای محسن خلیلی، بله ایشون خب اون روز مدیر تیم بودن ظاهرا اون سال، ایشون اصلا نقد کرد که آقای کالدرون وقتی اومدن ایشونو دیدن گفتن چجوری ممکنه شما تو کشورتون با یه بازیکن دروازه‌بان دوم یا جوون باشه یا کارآمد باشه ندارین که مجبورین دروازه‌بان ذخیره رو دلاری قرارداد ببندین و اینا، ضمن اینکه مثلا حالا ایشون مورد تاییدشون نبود، مثلا دروازه‌بان دیگه حتی می‌خواستن برای دروازه‌بان دوم که گفتن وقتی قرارداد داریم باید بمونه، یعنی کالدرون رادو رو از نظر فنی تایید نکرد، گفت من نمیخوامش، بعد گفتن چون قرارداد داره اگه نخوایم پولشو بدین، گفتن خب باشه، اون موقع همون یه سالو قرارداد داشت بازی عینه گفته های خلیلی رو من عرض میکنم بح. چون من که نبودم اون موقع، ایشون میگه که همون یه سالو قرارداد داشت، بنابر بود تا سال آخرم بره، خب قراردادشم خیلی کمتر از این بود، مثلا دلار 100000 دلار 120000 دلار، ولی بعد میاد قراردادش در حالی که نمیخواستن تو 32 سالگی 31 سالگی یهو 3 سال بعدش هم تمدید میکنه از 234000 دلار فکر کنم شروع میشه، باشگاه پرسپولیس از داور بازی شکایت کرده، بله. داور بازی از باشگاه شکایت کرده، خلاص همه دیگه بعد از یه شهرآوت برگزار شد، همه در آستانه نوروز پایان قرار همه از هم شاکی هن. چرا آقا؟ خب به خاطر مسائلی که به وجود دار، نگاه کنید یه مصطلح عامه که میگن اشتباه هم جز داوریه، یه موقع یه اشتباهی ناخودآگاه از یه نفر سهم میزنه، حتی خودآگاه لطمه ای نداره، مثل این میمونه که شما بگین یک قاضی اشتباه رأی داده و طرف رو اعدام کرده، این اشتباه اشتباه ناخودآگاه حتی باشه حق و ناس گردنشه، خب این ما عادت کردیم کرارا میگیم آقا اشتباه داوری، ولی این اشتباه داوری اگر حقوق 40 میلیون هوادار رو تضییع کنه، خب حق و ناس از ناخودآگاهی به یه حق و ناسی تبدیل میشه، واسه این ما گفتیم به جهت این از نظر روحی روانی برای باشگاه ما مشکل به وجود اومده، یعنی از نظر روحی روانی شکایت کرد، بله همه بازیکنان ما همین دیروز وقتی تو نیمه تو رخکن رفتن، آقای گل محمدی به هم میگم من اصلا نمیتونستم اینا رو ساکت کنم، همه فریاد داشتن که آقا چه به روز ما داره میاده، جلوی چشم داور ظاهرا یک از کادر تیم مقابل محکم میزنه تو سینه چی داشت پرت میشد آقای ترابی، جلوی چشم داور، خب وقتی داوری عکس العملی نشون نمیده به نظر شما اینم ناخودآگاه است، البته گفتن... نمونه برعکس هم داشتیم ها، آره خب من نمیگم مال ما برانکو. خب من نمیگم برای ما، میگم این شواهد و قرائن نشون میده ما باید خیلی خوشگمان باشیم که بگیم همه ناخودآگاه، از باشگاه پرسپولیس از استقلال از داور از دانشگر از آقای غلامپور هر تایید میکنید دیگه این نفر رو بله حقوقیمون از ظاهر دارن انجام میدن، حقوقی ما دارن آیه دوام آیه دوام آها آیه سمی که استقلال یه لحظه بله. ذهن مرا چون از استقلال شکایت بله. شده خب قطعا آیه سمی پس پاسخ بله. اتفاق هست دیدم اونا اصلا قبل اینکه ما شکایت کنم هم حقوقیشون یه اطلاعیه اونا شکایت کردن اونا دیدم امروز یکی واسم فرستاده بود دیدم عجب عرض به خدمت شما 34 بازی در لیگ برتر 7 بازی در جام حذفی 1 بازی در لیگ قهرمانان آسیا جمعاً 3800 دقیقه به جز این 900000 یورو البته قبل هم قبلتر هم آقای رادو بله پول گرفت این آمار آقای رادوشویچ بود و همون مقایسه که شما بله. کردید دنبال مسی آقای فتولازی مقطعی دنبال مسی می‌خواستم برم خاطرم هست یعنی مسی رو می‌آوردیم پس با این شرایط بنا بود ازش چند ثانیه یعنی دقیقه بازی بگیریم نه اینکه قرار داد ببندیم که خب ایشون یقینا بیشتر میشد دقایقی میتونستیم از خدمات ایشون استفاده کنیم شاید ارزان‌تر از این تمام میشد مثلا میگفتیم آقا بیاد دو تا مثلا 45 دقیقه واسه ما بازی کن نکته اینه که کلانتری کمتر شکایت داره یعنی بازی دربی و شهرآورد پایتخت از کلانتری معلم‌ها بیشتر آقا پرونده و شکایت خب بخاطر امیدوارم اینجوری نباشه در ادامه خب شما بعد اینو بسنجید که شما تو محلتون ساکنینش بیشتر از 1000 نفر 1500 نفر نیستن نه اینی که برای این تیم قریب 5 میلیون هوادار داره که با هم گره خورده اینا اعتراض بازیکنان و سرمربی پرسپولیس نسبت به داوری شما اون مدیر عامل تایید می‌کنید آقا یعنی اعتراض‌هایی که شکل گرفته صحبت‌هایی که با شما کردن همون اتفاقی در رخکن بین دو نیمه افتاده می‌خوام واقع بینانه شما به عنوان بالاخره الان پدر مجموعه شما هستین بزرگتر مجموعه شما هستین خب من عرض میکنم وقتی این حرکات رو میبینم شما میفرمید که شکایت از آقای دانشگر فرمودین دیگه بله
خوب به نظر شما مثلا اگه یه حرکتی آخه مورد آقای دانشگر هم یه مورد نه من میخوام ببینم باید این نوع اصلاح بشه یا باید بذاریم به همین روال انجام نه اصلاحش که به شدت ما میگیم شکایتشو میکنیم مبادی دیگه وظیفه‌شون اینه که رسیدگی میکنن ولی میگیم تجربه اینو نشون داده تو این چند وقت گذشته اگر هم ما شکایتی داشتیم قرائن اینو به من میگه میگه ما دو ماه قبل از حریفمون یه شکایتی پیرامون دربی قبل کردیم هنوز طرفین احضار نشدن ولی با دو ماه بعد از ما پیرامون یه قصه ای یا یه مصاحبه ظاهرا مثلا ما کردیم نسبت به اعتراض اگر اشتباه نکنم باشگاه گل گوهر که مثلا اون نتایج بازیاش و اینا ما گفتیم مثلا این نبود حالا پیرامون اون مثلا احضار شدن بچه ما یا من خب میخوام ببینم این تأخر و تقدم این باعث بدگمانی میشه چقدر شانس قهرمانی پرسپولیس داره اختلاف همچنان 6 امتیازه و شما به عنوان مدیر عامل ما وظیفه‌مون تا روز آخر بجنگیم فوتبال هم خلاصه حسنش به اینه که یعنی انگیزه دیدنش به اینه که نتایجش قابل پیشبینی نیست از این جهت ما به وظیفه‌مون انجام میدیم بازیکنامون تا روز آخر میجنگن برای اینکه به قهرمانی برسن زمینه که خب جام حذفی هم داریم انشالله در هر دو جنبه سعی میکنیم دل هوادارا رو خوش کنیم آقای محمدی چیزی من شنیدم که قراره به مجموعه پرسپولیس اضافه بشه آقای محمدی هم خب از پیشکسوتای پرسپولیس هستن بسیار انسان با اخلاق بچه‌ی خوب کار بلد سعی میکنیم از توانایی‌هاشون استفاده کنیم همین الان هم جایی خلاصه کاری باشه بتونیم از ایشون بهره ببریم از مشورت ایشون استفاده تو چه بخشی قرار آقا اتفاق بیافته حالا دو سه جای خالی دارید نظر حالا که دو سه جای خالی دارید به هیئت مدیره هم برسیم هیئت مدیره پرسپولیس کامل شد هنوز نه هنوز بناست در سال جاری انشالله تکمیل بشه چون شما گفتین ارتباط خوبی دارین با آقای وزیر بله خب آخه نگاه کنید بیشتر دنبال این هستش ایشون که کسی بیاره که بتونه گره کارش باشه هر روز بعد اینکه ما رفتیم تو بورس خب باید آدمای شاخص مالی که از بورس و مالی تبحر خاصی داشته باشن ازشون استفاده میشه چون دیگه شده یه اتاق شیشه ای که همه فعل انفعالات درش هست دیگه شما نمیبینی یه روی یه قرارداد عجیب غریبی از اینجا سر در بیاره خب شما نگاه کن شاید مردم مطلع نباشن ما تا یه 6 روز گذشته همه حسابامون رو بستن عجب هیچ راهی نداشتیم حالا من مدیر عامل با سختی کار با همکاری همه پرسنلم هم که واقعا جا داره ازشون تشکر بکنم که تا 12:01 شب این روزا بودن هنوزم حقوقشون رو نگرفتن منابع مالی رو مهیا کردیم هیچ راهی برای پرداخت این به تیم نداشتیم یعنی هر راه میرفتی بودن همه حساباتون بسته یه طلبکاری بیشنم 150,000 دلار داده در حق بایشون هایشون قرض داده باشگاه بدهیشو باید داد اینو کتمان نمی کنیم هر کی پول داده محبت کرده باید بدهیشو داد خب راهی برای من حتی من آوردن میشون یه مذاکراتی کردیم چی که شخصی خودم هم بهشون دادم ولی ظاهرا وقتی رفتن اون مبادی قضایی گفتن این مدیری رضایت نمیشه چون مشروط گذاشته بدهی مشروط رضایت مشروط نداریم بعد ایشون بگه یا رضایت میدم یا نمیدم خب شما میدونید ما تو این 6 روز یعنی به سکته رسیدیم که این پول بازیکن ها رو میخوام بدیم خب دو تا بازیکن خارجی سه تا بازیکن خارجی داشتیم اینا این رو هم میرفتن خب مال اونا هم دلاری بود بهشون میدادیم خب راه اون پولامون هم که بسته یه مقررات هم اجازه نمیده این پولو در حساب دیگه کار سازه با کلی لطایف الهیال با کلی همکاری جای مختلف موفق شدیم اون پولا رو از یه کانالی به حساب جایی به حساب بازیکن‌ها که دیروز موفق شدیم 10% دیگه از قراردادشون رو بدیم و این بازیکن‌ها سوال برای من همون بود که 10% رو پس پرداخت کردین تموم شد بعد دیروز پر تو حسابشون رفت نشست تو حساب بله خب شما ببین این مشکلات رو هیچ جای دنیا شما نمی‌داشته باشن خب بعد روزی که من اومدم شما چند بار یه بار تو برنامه‌تون تلفنی توفیق داشتم خدمتتون باشم چون این روزی که ما اومدیم چقدر پنجره بسته شد چقدر باز شد چقدر طلبکار اومد دیدین که مثلا این طلبکار مثلا 12 13 سال پیش طلبکار بوده شاید خیلی وقت و خیلی مدیرام نشسته اینجا آقا خب دو دوره ما هیچ طلبکاری نبوده ولی طلبکار 12 سال پیش 10 سال پیش 8 سال پیش مثلا میان حقشون اون یکم بعضی فکر می‌کنم من میگم نه چون 12 سال پیش بود نباید بدیم نه باید بدیم
ولی میگم اینا همه انباش شد دوره ما بل. به دوره‌ای که خب مثلا تبلیغات اونم اکثرا پولشو گرفته بودن، خب ما هیچی هم نداشتیم، مجبور بودیم تو تعهد داشتیم، باید تعهد اونم انجام میدیدیم، رسید بودیم به یه جایی، ولی خب خدا کمک کرد و همکارامون بسیار از خودگذشتگی کردن و این اواخر هم این کارگزاری که از قبل گرفتم بازم نشستیم باشه جلسه‌ای گذاشتیم، ایشون هم این اواخر خیلی مددکار ما شدن که بتونیم مشکلاتو برطرف کنیم. الحمدلله خدا کمک کرد هم به تیم بزرگامون، من بین قریب 6 7 هفته‌ای که اومدم 30% فقط من دادم، حالا شاید تو 5 ماه گذشته و 20% گرفته بودم، خب رسوندم به 50%، دو تا به پاداش که از گذشته طلبکار بودن اونو دادم، تیمای پایه‌مون رو 20% دیگه دادم که به بالای 50% برسن. خب حتی وظیفه‌مون بود، منتی به کسی نیست، ما وظیفه‌مون اینه که اون تعهدمون رو انجام بدیم، ولی این انباشته مشکلات نمیذاشت متفکر کنیم. شاید اگه این مشکلات ما نداشتیم، من باید میشستم یه برنامه ریزی میکردم برای اینکه در آتیه چیکار بکنم که پرسپولیس به اون حد اعلایی که سالها آرزوشه بیاد در آسیا حرف اولو بزنه برسه. ولی شما فکر میکنید آیا با این مشکلات اصلا من فکری میتونم بکنم که فردا چیکار کنیم، چه برسه دورنمای جام باشگاهی آسیا؟ همین الان من یه کارگروه گذاشتم برای اینکه بیان بشینن برنامه ریزی کنن که چه کار باید بکنیم، موانعی که پارسال بود نتونستیم ما تو آسیا حضور پیدا کنیم. این حذف از آسیا یکی دیگر از سوالات بود. من عذرخواهی میکنم، من یه نقطه بذارم، همچنان در خدمت آقای رضا درویش هستیم، مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس. میخوام شما یه آبی بنوشید، گلوی تازه کنید. سلام میکنم با آقای نوید مظفری، میخوایم تحلیل و بررسی کنیم آقا قضاوت آقای سید علی رو. وقتتون بخیر آقای مظفری. بعد سلام خدمت شما بینندگان محترم، همچنین جناب آقای درویش، در خدمت شما. زنده باشید آقای مظفری. نوید خان مظفری، چطور بود آقا عمل کرد؟ چه نمره ای از 0 تا 20 میدید به آقای سید علی؟ و بعدش بریم سراغ دوستان، صحنه ها رو اگر آماده کنید سریع بریم سراغ نمره دادن. که خوب باید آدم اصولا توی استادیوم حضور داشته باشه که بتونه نمره درست بده، ولی من کلا بگم که ایشون اشتباه تاثیرگذاری در نتیجه مسابقه نداشته. اشتباه تاثیرگذاری از نتیجه در نتیجه بازی. خیلی هم خوب، بریم سراغ صحنه ها ببینیم. آقای درویش هم اینجا هستن، رو چند صحنه آقای سید مهدی سیدعلی تیم داوری رو ملاحظه کردید کامل. من فقط یه عذرخواهی بکنم، من با چند ثانیه تاخیر تصادف شما دریافت میکنم، اگر اشکالی نداره. اینجا احمد گوهری و یامگا برخوردی که به وجود اومد در نیمه نخست، سوال مشخص من از شما پنالتی بود؟ خیر. چرا؟ من عمودش خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید اینجا دروازه‌بان پرسپولیس هیچ خطایی انجام نمی‌ده. برخورد به وجود میاد بدون شک. ولی این برخورد یه برخورد فوتبالی هست، بازی کرده باشه می‌دونه. ببینید اینجا دروازه‌بان یا توپو دفع کنه، در ادامه این دو بازیکن که هر دو به سمت توپ میرن به هم برخورد می‌کنه. پس روی این صحنه پنالتی نبود. تشخیص شما اینه که ادامه بازی. بله، قطعاً ادامه بازی. من توضیحی هم بدم، در فضای مجازی خیلی سوال شده بود که این دروازه‌بان بی احتیاطی کرده. جابتون چیز بیه یه اشتباهی توی یه اصطلاح اشتباه در واقع توی فوتبال ما رایج شده که بگم بی احتیاطی خطاست. بی احتیاطی اصلا خطا نیست، بلکه برای جریمه شخصی بکار. صحنه بعدی، برخورد دست با صورت محمد دانشگر. یک سوال اولم، خطا بود؟ اگر بله رنگ کارت؟ بله، بدون شک خطاست. رنگ کارت، ببینید رنگ کارت بستگی داره به شدت این ضربه. حالا ما اگر زوایای مختلف ببینیم، می‌بینید آرنج در واقع همونجا حرکت می‌کنه. اگر کمی شدت بیشتری داشت بازیکن باید اخراج می‌شد، ولی در این صحنه کارت زرد کافیه. خب پس تا اینجا تصمیم آقای سید علی درست بوده. کافی بود دیگه پس کارت زرد آقا. بله. متشکرم. صحنه بعدی. اینجا اعتقاد داشتن بازیکنان استقلال که هند بوده. نظر شما اجازه بدید اینجا برخوردی که شکل میگیره. خیلی جناب ادامه بدید. از این زاویه کامل بله مشخص ببینید اصلا دست دوربین روبرو. نه خیلی ادامه بدید. ادامه بازی. پس تا اینجا آقای سید مهدی سیدعلی نمره قبولی میگیره. بله. این برخوردی که اینجا شکل گرفت خطا اگر بوده کارت زرد صحیح بوده؟ یعنی بازیکن پرسپولیس خطا ببینید درسته که
که بازیکن استفاده توپ میزنه، ولی با در ادامه صحنه اگر نگاه کنید بازیکن پرسپولیس بازیکن استفاده سردگو میکنه اینجا. دانش خطا کاملا درسته. اینجا اعتقاد داشت که یامگا با پای راستش روی پای راست بازیکن پرسپولیس رفته، نمیدونم نگاه شما. نه ادامه بازی بود، صحنه اول ادامه بازی، صحنه دوم خطای بازیکن، بله صحنه دوم خطای بازیکن پرسپولیس. البته درویش اعتقاد دارن که آقا اینجا برخورد شک گرفته یامگا. خود بازیکن پرسپولیس اگه نگاه کنید به راحتی داره ادامه بازی میده. خب اینم از این، بریم سراغ ادامه بازی. اینجا سوت نیمه اول به صدا در میاد و اعتراضی که از اعضای کادر فنی باشگاه استقلال به آقای سید علی دارن و این برخورد یا تماسی که شکل میگیره چی آقا داستان؟ اونجا کل کادر فنی داوری، کل کادر داوری رو میبینم که بدون هیچ عکس العملی اونجا فقط ایستادن. برای من واقعا علامت سواله که چطور آقای غلامپور فکر کنم هستن. بله آقا بهزاد غلامپور هستن و بله. اگه دوستان یه لحظه نگه داریم اونجا چون صحبت آقای مظفری قطعا میتونه مهم باشه برای طرفداری هر دو تیم، بفرمایید. آقای سید مهدی سید علی ایستادن، یه برخوردی؟ بله یعنی فکر میکنم چهار تا داور اونجا هستن، هشت تا چشم حتما یکیشون این صحنه دیده، قطعا ایشون باید اخراج میشه. یعنی آقای غلامپور باید اخراج میشده؟ بله نمیتونیم این رفتار رو بپذیریم، حالا به هر دلیلی من نمیدونم چطور بعد اونجا عنوان شده یا نشده. و بعدش آقای مهدی، آقای مظفری شما گزارش ناظر بازی رو مطالعه کردین؟ نه من چون با فدراسیون فوتبالش همکاری ندارم. نشنیدینم چیزی؟ نه واقعا. خب من شنیدم که آقای مهدی عبدی میاد بعدش با آقای غلامپور از تو فضای لفظی، حالا اینجوری میگن دیگه، یه چیزی تو گزارش های داور نوشته شده ناظر. نه اون کافی نیست، اون کافی نیست. ما الان ببینید ما صحنه ای که میبینیم کاری هست که آقای غلامپور انجام میدن. خب. اون واسه هر بیننده در کل جهان طبق قوانین اخراجه. خیلی خوب. دیگه از این به بعدش کمیته اخلاق و انضباطی و اینا دیگه میان میخونن اون گزارش ها. اینجا این هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که آقای درویش گفتن هند بود، اگر بود داخل بود یا بیرون. این صحنه قطعا خطای هند بازیکن استقلاله ولی بیرون از محوطه جریمه. خب پس کمک داور ندید، ولی این صحنه قشنگ کمک داور. منصور اتفاقا مسلطن به صحنه. خب میگم شاید اعلام نکردم ولی خطای هند، ولی روی صحنه مشخص. خب پس تا اینجا دو تا اشتباه، یکی هند عارف غلامی و بین دونیم هم که گفتین اخراج آقای غلامپور بود. اینجا چی؟ کارت زرد دوم برای بازیکن قرمز پرسپولیس. خیر اولا که آوانتاژ داده به درستی، دوم اگر هر خطا هم اعلام میکرد نیاز به کارت نبود. یه تذکر جدی کافی. ببینید این بازی دربیه. استقلالی ها اعتقاد داشتن که اینجا باید بازیکن پرسپولیس کارت زرد دوم رو میگرفته و از زمین اخراج میشد. پس شما میگید نه. نه نه. اینجا روی صحنه ای که موقعیت خطا، موقعیت خطا اصلا کارت نداد. اینجا صحنه گلی است که استقلال به ثمر میرسونه، اولین بازیکن خارجی در دربی که جستد موفق شد دروازه پرسپولیس رو باز کنه، هردانی از راست. اینجا آفسایده. ببینید دو بازیکن، حداقل یک بازیکن دیگه استقلال در وضعیت آفساید قرار داده. بله. ولی اون بازیکنی که گل رو به ثمر میرسونه این ساید، یعنی آفساید نیست. فکر کنم آرمان رمضانیه که تو موقعیت آفساید، اما جستد جلوتره الان روی این صحنه که دوستان نگه داشتن. بله ببینید حداقل حتی میشه گفت دو تا بازیکنشون در وضعیت آفساید قرار دارن که به ما نزدیکترن این مر صحنه هستن. ولی خب این صحنه رو دوستان نگه. پس شما میگید آقا گل صحیح بود و آفساید نبود. بله. یکی از دوستان مشترک اون آقا نوید میگفتن که شاهکار کمک داور بود روی این صحنه و در نهایت هم به حال گل استقلال به ثمر رسید. بریم سراغ جان. کمک داور برای همین صحنه اونجا ایستاده. حالا من نمیگم شاهکار، ولی میگم تصمیم درست. خیلی هم خوب. بریم سراغ این اتفاق که آقای یحیی به قول آقای درویش دیگه خیلی از اون آستانه تعاملشون خارج شدن. ببینید دو تا صحنه همزمانه آقای مظفر. بله. به نظر من خیلی کار خوبی انجام دادید. ببینید در قوانین فوتبال قانون هست که بازیکن‌ها اصلا تعویض بازیکن‌ها نوشته که بازی باید متوقف شده باشد.
اگه از اولش یه بار دیگه صحنه داشته باشه که ابراهیم کارت میاد. آ یعنی در فرایند تعویض الان توضیح دارید میگید که بازی باید متوقف بشه. بله، قطعاً این بازی باید متوقف باشه که بشه تعویض کرد. حالا اگه زمانی که ابراهیم کارت اومده بیرون، داور چهارم و بازیکن اونجا ایستاده باشن، قطعاً باید داور صبر کنه و این تعویض رو انجام بده. حالا اگر به هر دلیلی، من نمیدونم به چه دلیلی، بازی ادامه پیدا کرده باشه و یا بازیکنی که میخواد وارد زمین بشه آماده نباشه، نمیدونم کارت بازیکن رو نداده باشه. الان یه سوالی آقای، نه دقیقاً اشاره کردید به کارت بازیکن. الان وقتی یه بازیکن میخواد تعویض بشه، برگه تعویض باید همراه سرپرست باشه یا مدیر تیم؟ کارت بازیکن باید باشه؟ ناظر مسابقه، ناظر مسابقه چک میکنه، میده داور چهارم چک میکنه، تعویض انجام میگیره. این روندشه. قانونی اگه ما یک بار دیگه صحنه ها رو داشته باشیم، خواهش می‌کنم یه بار دیگه اگه صحنه رو ران کارت میاد بیرون، من داور چهارم رو نزد بازیکن پرسپولیس نمی‌بینم که تابلوی دستش باشه که این تعویض بشه انجام بشه. اینجا دیگه کامل داور چهارم تابلو رو آورد. تو این زمانی که برانکارت میاد بیرون اون صحنه رو پس باید برگردیم عقب‌تر. دوستان یه ذره باید برگردیم عقب‌تر. بله، تا زمانی که بازیکن داخل زمینی که نمیشه تعویضش کرد. آها اینجا. بازیکن بعد بیرون اومد. نه اینجا نه. اینجا الان فریم بعدی ما صحنه ای است که برانکارت از زمین میاد بیرون. دقیقاً. آها. نگاه کن شما. برانکارت داره میاد، داور چهارم الان اگه نشون بده. خب ولی اینجا این تابلوی دستش فقط میگه صبر کن. ببینید اصلا رفت داور چهارم. نه چرا هنوز فرایندش آماده نیست. نه چرا ولی نیست آماده نیست. برای تعویض اینجا الان دیدم که داور نیفته برای تعویض. اینا اینجا الان میگن داور تابلو تازه میاد. اینجا تابلو نیست و بازی ببینید آقای فوتبال بازی در جریانه. آقای درویش اینجا تو فریم اینجا بازی ادامه پیدا کرده. تازه تابلو رو میارن. بله. اینجا داور طبق قوانین نمیتونه بازی رو نگه داره. بله. اگر خطایی میشد یا توپ میرفت اوت، اونجا میشد تعویض کرد. اینجا فقط توپ در جریانه، باید صبر کنه. هیچ کاری طبق قوانین فوتبال اینجا داور دستش بسته است نمیتونه انجام بده. خب پس قانونه دیگه، به قول شما دستش بسته است و نمیتونه سود بزنه در جریان اگر بازی. اگر اون زمانی که برانکارت اومد بیرون این فرایند آماده بود، قطعا باید صبر میکرد و این تعویض انجام بده و ادامه داستان. این ادامه داستان خودتون بهتر میدید. ما توی تیم ملیمون اعتراض آقای گل محمدی، آقای مظفری، این فکر نمی کنم نیاز به صحبت داشته باشه. خود ایشون هم میدونن که اون رفتار صحیح نیست. حالا به هر دلیلی ما یک مشکلی داریم سالهاست توی فوتبالمون، به این بازی به این دو تیم هم بر نمیگرده، در کل لیگ ما این مشکل رو داره. اعتراضات ما بسیار زیاده. تا زمانی که کمیته انضباطی واقعا احکام محکم و یا بازدارنده اعلام نکنند، همین اقبال خواهیم داشت. من یادم زمان جناب آقای دکتر داتون و شاه حسینی واقعا این نوع اعتراضات به صفر رسیده بود، حالا حداقل نزدیک به صفر نداشتیم. کاشکی برگردیم به اون زمان. عجب. کارت قرمزی رو ما ندیدیم آقای سید علی به آقای گل محمدی نشون بدن. این خودشون رفتن آقای؟ نه، کارت قرمز دادن. کارت قرمز نشون دادن؟ چون تو تصمیم من باید نشون داده باشن. خیلی هم. در مجموع آقا به یک جنبندی برسیم. من عرض کردم خدمتتون داور توی مسابقه اشتباه داشت در اعلام خطاها. حالا صحنه‌ای هم بود که شما نشون ندادید، برای هر دو تیم وجود داشت، ولی این اشتباهات واقعا روی گل‌هایی که به ثمر رسید تاثیر مستقیم نداشت. متشکرم از شما آقای مظفری. از شما موقتا خداحافظی میکنیم. در ادامه اگر فرصت شد در خصوص بازی‌های دیگه هم حتما با شما ارتباط می‌گیریم و تحلیل شما رو خواهیم شنید. ممنون از شما. آقای درویش، دو تا سه تا موضوع هست من بپرسم و در این بخش پایانی از شما خداحافظی کنیم. ما حامی داریم، حمایت می‌کنه از برنامه شب‌های فوتبالی شرکت تک ماکارون با 3 دهه سابقه که به عنوان اولین تولید کننده محصولات ماکارونی ارگانیک در ایران مفتخر به دریافت گواهینامه بین‌المللی شده در راستای تولیدات محصولات ارگانیک، که پیشنهاد میکنم حتما یک نوبت استفاده کنید که ارزش غذایی بسیار بسیار خوب و بالایی هم دارد. آقای درویش، در خصوص نکاتی که آقای مظفری هست
نه خب قانع شدید آقا کلا؟ خب هنوز سوالی اگه هست؟ نه شما ببینید خب تو دو تا صحنه که ایشون حقو به ما دادن، یکی اینکه اون یه صحنه هم که شما گفتید نمیشه پخشش کرد. کدوم؟ مال همین آیه اون حرکتی که از خودشون اون یکی از بازیکنان استقلال نشون داد به تماشاگرای پرسپولیس، اون بعد جای دیگه اون صحنه رو پخش کرد. البته من یه نکته بگم، هر اتفاقی که تو باشگاه، حالا تو نمیخوام بگم باشگاه، باشگاه رو نمیخوام درگیر کنم، تیمم نمیخوام درگیر کنم، چون بعضن انفرادی آقا یه سری بله. از مباحث چون فرهنگی ورزشی باشگاه و تیم‌های ما، مثلا الان شما مشخصا آقای دانشگر رو دارید میگید، خب من برکه میگه حافظه من کمک میکنه به من، مثلا در مورد یکی از بازیکن پرسپولیس هم این اتفاق افتاده. نه به جز اون مثلا صحنه برخورد آقای غلامپور با آقای مهدی ترابی رو که من برمیگردم آقا، مثلا آقای برانکو و زکی پور هم یه همچین، حالا این شدت چون شدت برخورد رو میگن داورا، حالا اینکه یک یواشتر و یکی اولاده که سریعتر اولاده جلوی چش داور اولاده، یه ذره مثلا داور ندیده اولاده، میخوام بگم یعنی اینا رفتار فرهنگی بازیکن‌های سرمربی یه تیم، یه شأن و جایگاه منزلتی داره. آخه اصلا تو زمین بازی این همه کادر فنی یه تیم دور و بر تو نیمه، آخه اصلا اونجا چیکار میکنه؟ اینا که اینقدر سخت میگن یه خبرنگار نره اول چمن عکس بندازه، چجوری ممکنه این همه اونجا باشن؟ دوم اینکه خب این دو تا صحنه رو که ایشون گفت، یه صحنه هند دیگه ای هم بود که من ندیدم الان تو این، که اونم بچهای ما معتقد بودن هند شد. دوم اینکه خب یه صحنه همین الان خب من دارم میبینم، منظورم از اون بازیکن ایسال کثیر بودا، همین الان دارم همه فوتبال ببینم میدونم، همین الان یه صحنه رو شما دیدین که بازیکن استقلال رو پای امیری پاشو میذاره رو پای امیری یامگا. بله البته کارشناس داوری گفت آقا از نظر من ماهی جای شاید از زاویه شما خطا بود آقا اونجا. من آخه تو آید نشیدم که تحت هر شرایطی شما پا رو پای بازیکن حریف بذاری خطاست. آخه اصلا میگفتن پای رو پای ایشون نمی نمی خب ولی اینکه ما داریم میبینیم، من اینکه اشتباهی دید ما با ایشون خب متفاوت باشه. بله من اینکه تو سوال بپرسم در مورد خصوصی سازی، اتفاق بسیار بسیار در مورد حذف از لیگ قهرمانان آسیا دوست دارم شما نظرتون رو بگین. البته بریم سراغ اول خصوصی سازی و اینکه اتفاق خوبیه که داره میفته، شما مثبت می‌بینید؟ و بعد سوال بعدی بپرسم. خدمت شما عرض کنم به نظر من یکی از کارهایی که بعد انقلاب انجام شده، یکی از کارهای خوبی که بعد انقلاب انجام شده به نظر من اینه، چون من قریب 30 و چند سال اینو میشنوم جهت ارتباطاتی که باشگاه داشتم یا سمتایی که داشتم. خب اون موقع بحث خصوصی سازی نبود، واگذاری بود مثلا 30 سال پیش سازمان تربیت بدنی، دوران سازمان تربیت بدنی، بعد همینجور اومد جلو دوران وزارت ورزش، حتی دوران قبل هم شما شنیدین گفتن 10 روز دیگه تمومه، دی ما تمومه، بهمن ما تموم میشه، به مناسبت دی فجر میخوام بدیم، ولی نشد. ولی این بار یک عزم راسخی اینجا بود که واقعا باید من از آقای قربانزاده تشکر کنم. گاهی اوقات تو یه برنامه گفتم مثلا یه جمعه ایشون ساعت 6:30 بعد از ظهر هفته بعد از ظهر به من زنگ زدن، همین 2 هفته پیش فکر می‌کنم بود، که رفت بودن باشگاه ما، گفتیم آقا اونجا چیکار می‌کنیم مگه خدای نکره با منزل اختلافی داره اینا، رفت بودن که ببینن روند کار بچه‌های ما برای فردا 8 صبح آماده هست یا نه، یه بار دیگه مرور کنن. خب این عزم ما تو مسئول دیگه ای به خال خواهد، حداقل من کم مسئول دیدم، تو مسئول دیگه من ندیدم که این همه مداوم پیگیر ریز قضایای دو تا باشگاه بودن. خب جای تبریک داره هم خسته نباشید به ایشون و همکاراشون، و همین که آقای دکتر سجادی عزم راسخی داشتن، کما اینکه مثلا در هفته گاهی اوقات میشد که 2-3 روزش رو جلسه در دفتر خود ایشون و پیگیری کارهای ایشون به اتفاق آقای قربانزادی که تو ریز قصه ها بودن، این قصه ها رو خب یه جایه موانعی بود که از دست من مدیر باشگاه بر نمی اومد، می طلبید که ایشون منان وزیر وارد بشه و مشکلات حل کنه، که الحمدلله شد. الان پولی که قراره به دست باشگاه پرسپولیس برسه چقدره؟ قراره با اون پول چیکار کنید آقای درویش؟ 325 میلیارد حدوداً به باشگاه پرسپولیس. 325 میلیارد قراره که از این اتفاق خصوصی سازی دو باشگاه استقلال پرسپولیس فقط به پرسپولیس برسه. و قراره چه اتفاقی و چیکار کنید آقا؟ خب یه بخشی که خب قطعاً بدهیه. بدهیه باید بدیم ما، بقیشو آخه میگفتن 150 میلیارد میمونه و بعد پرسپولیس میتونه خیلی تصمیمات خوب بگیره. عرض اینه که ما به همین جهت یه کارگروه اقتصادی گذاشتیم. این نیست که من مدلم اینجوریه، تو هر موقعیتی که من از تصمیم بگیرم سعی میکنم عوامل مرتبط و مطلع، اونو ابایی هم ندارم که بگم بلد نیستم، کم میدونم،
بهترین آدمایی که میتونن از نظر مشاوره میگیرن اقتصادی کمک کنن یا علی میگیم میان. خب الحمدلله پرسپولیسی هم که تو ایران فراوونه که دوست داره خدمتگزار باشه. یه کارگروه اقتصادی درست کردیم، بیایم برنامه ریزی کنیم که با این پول چه میشه کرد که آورده داشته باشه در آینده. در که بعد میراث ماندگاری از حال شما، چون من ارادت دارم خانوادگی خدمت شما میخوام بگم که بعد شما مثلا عزیز ما هستین، شما مثلا حالا دیگه به حال دوره مدیریت هم کوتاهه و بعد میز به میز یه کسی دیگه میاد، میز ماندگاری است منظورم اینه. در واقع میخوام ببینم میراثی آقای درویش، شما با شما راحت هستم از خودتون به جای نگذارین که بعدا میگه آقا اینقدر میلیارد، بعدی بیاد بگه آقا زمان آقای درویش بوده. پس با مشاورایی که ان شاء الله یه کارگروه حقوقی و اقتصادی گذاشتیم، چون یه سری از این موارد ما حقوقیه، این بدهی‌هایی که داریم باید اونها حلش کنن، چه شکلی نوع پرداختش مشخص کنن، آیا اساس این بدهی چی بوده، آیا واقعی غیر واقعی، چون برخورد می‌کنیم به یه چیزایی که میگن نه مثلا این واهی مدرکی بدهکاریم در اصل بدهکاری یه همچین. آخه الان شهر خود را هم دوباره پرونده چه جوری شاکی هم میگن. خب علتش می‌بینین چیه شما؟ ما رفتیم آیه حمیدآبی محبت کردم به خاطر لطفی که بند داشتن، یه جلسه نشستیم صحبت کردیم توافق کردیم، ایشون گفتن به جهت شما و خیلی منت به من داشتن ما 12 تومن طلب کردیم، شما 10 تومن حالا بده این شکلی هم بده. ما گفتیم باشه، 2 تومن هم اول دادیم به حقوقی، نوشتیم آقا شما قرارداد رو آماده کنید، پرداختار رو مشخص کنید. حقوقی به ما اعلام کرد اون 12 تومنی که اینا میگن یه روزی بناتی همچین رو که بگیرن. امروز ما 7,830,000 تومن باید بدیم. 7 میلیارد. ما چون یه شرکت دولتی هستیم، تیم شهر خودرو شاید میتونه همین الان 20 میلیارد ببخشه، میتونه 20 میلیارد بگیره من. چون شخصی دلش میخواد میبخشه، ولی ما چون یه شرکت دولتی هستیم عین حکمی که از استیناف بالا ما اومده باید پرداخت کنیم. نوشتیم آقا اون که شما با ما گفتین و اون چیزی که در اسناد هستش متفاوته، ما اگر بناس 7,830 تومن به شما بدیم آماده ایم، 2 تومن شده دیم، 1 تومن دیگه هم طی فلان رو دیدیم، ما واقعی هم طی اون قراری که داشتیم. حقوقی شما بشینم با ما، همین دو سه شب پیشم فکر می‌کنم با آقای حیدرپور صحبت کردم، گفتم آقا اینه، ایشون هم گفت درست حق با شماست، بنا شد حقوقیاشون بیان بشن، چون ما نمیتونیم بیشتر از اونی که بدهکاریم بدیم. که یه موقع است که شما ماشینت به یکی میفروشی 5 تا میارده، میگی چون تو رو دوست دارم، تو رفیقمی، به هر عنوانی اینو میدی 4 تومن یا میدی 6 تومن، طرف دوست داره بیشتر بخره. ولی ما چون یه جای دولتی هستیم، من که تصمیم گیر نیستم که بتونم از اموال اونجا بیشتر به کسی بدم، و این کار رو باید انجام بدم که کمتر تخفیف بگیرم، نه اینکه بیشتر بدم. این موانع ما شد که بناس بیان احتمالاً یا فردا یا اوایل سال نو بشینیم باشون به توافق برسیم. در مورد حذف از آسیا، خب این بزرگترین، شما اشاره که این دارین تمام تلاشتون رو میکنه، چون من شنیدم فصل بعدم قراره که پرسپولیس استقلال نباشن، چه تلاشی قراره شکل بگیری که باشن؟ ما یه کارگروهی باید درست کنیم که حقوق بین الملل میدونه و مشکلاتی که برای پرسپولیس عنوان شده که این مشکلات باعث عدم حضور اون بود، یک یک بشینیم اینا رو تا حدودش رو مرتفع کردیم. یه چیزی اون مقوله خصوصی سازی که کمک میکنه به اینکه مالکیت دو تا باشگاه یه جا باشه هم از روش برمیداره، ضمن که موانع دیگه که میدونیم که مهمترین بحثی که اف سی روش داره انضباط مالیه. درست حالا گفتیم نم تیم مالکش یکی، اونا رو خب خودش میدونه و احتمالا شاید چشم‌پوشی میکرد اگر ما انضباط مالی داشتیم. بله علی ظاهر اونا دیدین که بعد اون گروه استیناف ما رو علی ظاهر محروم کردن. بله بله بله. به جهت اینکه گزارش صحیح نداده بودن، میگفتن این گزارش مالی، حتی بندگان خدا میگفتن که آقا این اتفاق میفته، کسی باور نمیکرد در نهایت افتاد. چون من خودم، یعنی آقای مصطفی، آقای اولیه سایر نفرات که مانده بودن، جای عباسی جزء اولین گروهی که کمیته بعدی فدراسیون فوتبال جهت این باشگاه بود، خودم عضوش بودم و تقریبا اشراف داشتم که مشکلاتش چیه. از این جهت یه کارگروهی گذاشتیم که انشالله این مشکلات رو برطرف کنیم. خوشبین هستین که این مشکلات برطرف بشه؟ استقلال پرسپولیس فصل بعد در لیگ قهرمانان. حالا من در مورد خودم میتونم صحبت کنم، پرسپولیس انشالله همه عزمونو داره میذاریم. این داغی که به دل تماشاگرها و طرفدارای پرشور مونده و بازیکن‌ها، خب می‌دونید بازیکن انگیزش اینه که بیاد قهرمان شه، بیاد اصلا ویترین بازیکن‌های شاغل در لیگمون، حالا استقلال، پرسپولیس، الان سپاهان و فولاد که نماینده ایران هستن، اینه که برن لیگ قهرمانان آسیا، اونجا عملکرد خوبی داشته باشن و بعد
یه سکو پرتوی باشه برای اینکه به عنوان لژیونر برن تو لیگ‌های معتبرتر. این ویترینا رو الان ندارن این بندگان خدا. ان شاءالله امیدواریم که با این کارگروهی که گذاشتیم و این پولی که از بابت خصوصی سازی تزریق میشه به باشگاه، این موانع رو برطرف کنیم که مواهب خوبی گیره باشگاه بیاد. خیلی متشکرم آقای درویش. در پایان اگر نکته‌ای از سوالی من نپرسیده باشم، شما بخواید با هوادارا صحبت کنید در آستانه سال جدید در خدمت. ممنون از لطفتون. طرفدارا باید خوشحال باشن، و برای اینکه در پیش داریم سال نو و هیچ دغدغه‌ای از باب تیم نداشته باشن، یقیناً آقای گل محمدی برمیگرده. ایشون سرمایه بزرگ ملی و باشگاه پرسپولیس. تیم تا روز آخر به قوت و با قدرت به کارش ادامه میده. انشالله ما هنوز امیدواریم که لیگ رو هم بتونیم به قهرمانیش برسیم. حتما خدا هم کمک میکنه، همه همدل و همراه با هم هستیم. پیشا پیش سال نورم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم، علی خصوص طرفداران پرشور پرسپولیس. سال خوبی داشته باشیم دیگه، غم و اندو توش نباشه. انشالله به دور از این زایه کرونا همه بتونن اون محبت همدیگه اون ورسال دیگه. آقا دقیقاً اون ورسال دیگه دربهای استادیوم هم به روی همه تیم ها شهرستانی و تهرانی دیگه آقا نداشته باشه. همه دل دارن دوستان هم بیان حمایت کنن. آقا حالا با پرونده پرسپولیس بستیم، یه سوال غیر پرسپولیسی. شما چند سالم در باشگاه کارخونه بازیکن سازی سایپا بودین، تو اون دو سه سالی که من خاطرم از شما اونجا بودید و الان شرایطی که سایپا داره مفتاد دسته پایین‌تر لیگ آزادگان. خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم که توفیق داشتم سه سال اونجا باشم. خب کارنامه مشخص، خوشبختانه هر سه سالی که اونجا بودم کارشناسا محبت داشتن از توی بذات ورزش اون روز. هر سه سال مدیر نمونه کشور شدم با توجه به اینکه خب تیمای استقلال، پرسپولیس تیمای بزرگم بودن. خب این به جهت اینکه باشگاه بود اونجا. خب میدونی که ما رشته‌های مختلف داشتیم، کما اینکه سبای خود سال اولی که بودم فوتبال اون شد 12ام، سال بعدش سهمیه آسیا گرفتیم، سال بعدش هم تا روزهای آخری که من میمونم 4م 5م جدول بودیم. کم هزینه ترین باشگاه ایرانی هم سایپا شد. خب متاسفانه خب من یه عرقی هم نسبت به اونجا پیدا کردم. خب شما از وقتی یه جایی چند سال ساکن میشی خود به خود عرق پیدا میکنی، وقتی میری محل جدید بازم دوست داری به محل قدیمی سر بزنی یا اتفاقات اون محل رو تعقیب میکنی. شاید باورت نشه که من پس انقدر الان باید ناراحت باشین که تیم سایپا. اصلا باور کنید شما، یکی از ناراحتی های بزرگم اینه. خب این تیمیه که سالها بازیکن سازی بود، کما اینکه زمانی که من بودم این توفیق رو داشتیم. تیم‌های پایه رو خیلی من دوست دارم، هر جا میرم خیلی تیم‌های پایه‌شو علاقمندم. خب ما 24 بازیکن ملی پوش اون مال تیم‌های پایه‌ش بود. بله بله. خب این افتخاری بود. بعد سالی که ما اومدیم کنار، سال بعدش شدن آخر جدول لیگ برتر، سال بعدش متأسفانه رفتن لیگ یک. خب واسه یه باشگاهی که این همین بازیکن می‌سازه اینا، من واقعا ناراحتم. از اون بدتر 30 سال والیبال سایپا شما اگر تعقیب کنید، بله، دو تیم پیکان و سایپا خودروسازان، تیمای دیگه زیاد اومدن، دو سال بودن، سه سال بودن، یه سال بودن، این رفتن این دو تیم همش بودن و در کورس قهرمانی. خب آخرین سالی که من اومدم نایب قهرمان شدیم تو کشور. کورس قهرمانی. خب آخرین سالی که من اومدم نایب قهرمان شدیم تو کشور. حالا تیمای پایه‌مون هم که همه اول دوم سوم بودن. متأسفانه دو هفته پیش تیم والیبال سایپا رفته لیگ 1. خب این بعد آخه، یعنی یه اندوهیه، جایی که مأمن ساختن بازیکن تیمای پایه خوب داره همه این رشته‌ها. خب ما واترپولو اون ایران اول شدیم، نایب قهرمان آسیا شدیم. برای اولین بار یک تیم در 60 سال اخیر رفته جام باشگاه‌های جهان تو واترپولو، اونم سایپا بوده. در دوره ما با شطرنج ایران اول شدیم، آسیا اول شدیم، رفتیم جام باشگاه‌های جهان. ولی خب متاسفانه اینا، چون این بی‌توجهی در همه ارکان هستش که هیچ وقت بررسی نشده این که این کارا رو کرده فرقش با این که این کارا رو نکرده یا از بین برده چه فرقی بین این دوتاست. یعنی هیچ ترازویی نبوده. بله. اگر یک روز یک ترازویی بیاد قیاس کنه عملکرد رو بسنجه، اون موقع شاید به این روز نیفته برد شما. خیلی هم خیلی متشکرم. یه نکته بسیار ظریفی رو آقای درویش گفتن. خیلی ممنونم از حضور شما آقای درویش. دعوت برنامه رو عزیز این باعث افتخار بود برای من. خاطرات دوران بچگی من زنده شد. شر و شیطان بودیم. و اینکه ممنونم از شما که دعوت برنامه رو قبول کردی. از آقا مصطفی لشکری دوست خوبم تشکر میکنم که فراهم کردن حضور جناب آقای درویش رو در برنامه شب‌های فوتبالی. و این نکته رو بگم در خصوص صحبت‌های شما، پس الان آکادمی باشگاه پرسپولیس
محسن خلیل و سایر رفقایی که اونجا هستن، اسماعیل هلالی امروز اومد تو برنامه صبح ما، دیگه خیالشون راحته دیگه. شما 100 درصد حمایت میکنید و اصلا کلا علاقه به تیمای پایه اصلا ده. من اینجوری اصلا دنبال اسم و اینا اصلا خدای من شاهد نیستم. هر کی بتونه خدمت کنه اینجا، چون حالا الان چون اینا حکم دارن گفتم آره. هر کسی بگه الان که در خدمتشون هستیم و هر کی بیاد که بتونه خدمت بیشتری ارائه بده، خب شادی رو به پرسپولیس بده، یقینا ما دست نیاز رو به سویش دراز میکنیم. متشکرم. دوستان عکسای شهرآورد رو می‌خوایم تماشا کنیم. بله، عکسای شهرآورد رو تماشا می‌کنیم. از آقای درویش خداحافظی کردم و در ادامه مهمان بسیار عزیزی عرض کردم در ابتدای برنامه که از کادر فنی استقلال به جمع ما اضافه خواهند شد. بفرمایید. متشکرم که ما رو تماشا میکنید. این هم عکس های منتخب از شهرآورد 98 پایتخت، آخرین شهرآورد در قرنی که توش بودیم و یکی دو روز دیگه هم تموم میشه این قرن. میخوایم بریم صحبت های هر دو سرمربی رو بعد از پایان بازی ببینیم و بشنویم و برگردیم و مهمان عزیزی هم عرض کردم، بازم تاکید میکنم از کادر فنی استقلال به جمع اضافه خواهد شد. بفرمایید. می بدونید که پرسپولیس چه تیم بزرگیه، چقدر خوب فوتبال بازی میکنه، چقدر با کیفیته. و 5 ساله که پشت سرم قهرمان ایران شده. اصل کار اینه که نمیخوان این تیم قهرمان بشه. زمان و زمین اجیر شدن که پرسپولیس نخواد قهرمان شه. اصلا بحث این نیست که پرسپولیس امروز نتیجه گرفت نگرفت، چه جوری بود. اینو از داوری، از زمین، از پنالتی نگرفتن، از شرایط سختی که برای پرسپولیس درست کردن، نمیخوان این تیم باز قهرمان بشه. این بازی به نظر من که تابلوترین بازی ها بود. من که 10 سال توی فوتبال بازی کردم، مثلا از اینجور داوری ندیده بودم. واقعا یه چیزای خیلی تابلو. تو فکر کردی گل بزنی؟ خودم آره. واقعا به خدا بهم گفته بودن. من قبل بازی خانمم به این پیام داده بود که 100% گل میزنیم و میگم حیف که با برد تمام نشد. یه سر و گردن بالاتر از تیم حریف بودیم. واقعیت اینه که 12 نفره بودن، زورمون بهشون دیگه نرسید تو اون صحنه. والا خدا کنه آقای سیدعلی با قصد و غرض سود نزده باشه. آخه میگه میشه چند صحنه تو ضد حمله خطا میشه. اگه خطا نگیری آقا سید، اگه خطا نگیری ما موقعیت تک به تک داریم. مگه میشه آخه؟ سود نمیزنه به نفع ما. ولی تو صحنه ای که 70% خطا نیست، 30% شاید خطا باشه، سود زده به نفع حریف. اصلا همچین چیزی امکان نداره. مظلومیم چون همیشه میخوان سر ما رو ببرن. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست واقعیتی. خدا را شکر امسال تلاش زیادی کردیم و هممون یه هدف دنبال میکنیم، ان شاءالله به اون موفقیت بزرگ برسیم. تو را میگفتن که آرزو شده تیم بازی رو مساوی کنیم. فکر کنم اونا اگه برن یه بار دیگه خلاصه بازی رو ببینن، دروازه خالی ما گل نشده. اونا هم روی اتفاق گل زدن. میگم توپ ما گل شد، بعد دو سه تا گل می‌خورد. خدا شکر امروز همه بچه‌ها به نظرم خوب کار کردن. خدا رو شکر تعویضیامون هم رو پاس گل سعادت هردانی هم رودی موثر بودن. من برای رودی خیلی خوشحالم از اینکه گل زد، واقعا خوشحال شدم. همه بچه‌ها قهرمان میشیم با این بیرون با این مساوی. من عرض کردم ما فقط به فکر بازی بعدمون هستیم که ببینیم چی پیش میاد. در نیمه اول باید کارو تموم میکردیم، یعنی موقعیت‌های بسیاری داشتیم.
حالا دیگه نمیخوام در مورد داوری صحبت کنم. به نظرم صحنه‌ای که روی کوین بود 100% پنالتیه، به خاطر اینکه گلر تیم پرسپولیس بی احتیاطی کرد. ولی به نظرم ما در همون نیمه اول میتونستیم نتیجه رو برای خودمون داشته باشیم و نیمه دوم بازی رو کنترل کنیم، ولی درست برعکس شد و ما تنها موقعیتشون استفاده کردن. ولی همونطور که دیروز هم تو کنفرانس گفتم، پیش بینی میشد که هم تیم ما هم تیم پرسپولیس برای برد میدان بیان. در کل فکر میکنم که بازی خوب و تهاجمی از طرف هر دو تا تیم بود، ولی اون تیمی که بیشتر موقعیت داشت فکر میکنم تیم ما بود. همیشه عادت دارم بابت فوتبال فنی صحبت کنم، ولی متاسفم برای آقای سید علی داور این بازی. فکر میکنم هر کی در آستانه بازنشستگی باشه میخوان بهش یه جور جایزه و تقدیر و تشکر کنم، میان میذارنش داور دربی. تعجب میکنم داور دربی باید کسی باشه که آماده ترین باشه، نه داور در مرز بازنشستگی. شما ببینید چجوری سود زده، چجوری 11 تا بازیکن شیر ما رو چجوری عصبی کرده. واقعا برای انتخاب متاسفم. ایشون قرار بوده هفته قبل بازی نفت مجلس سلیمان رو سود بزنه، یهو میره استوری میذاره از بازی ما برش میدارن، بعد چجوری برای داور دربی انتخاب میشه؟ تعجب میکنم. مربی تیم حریف بین دو نیمه میزنه تو سینه بازیکن من میتی ترابی. اگه دیدید نشون بدید صحنه‌شو. بهترین بازیکن زمینه ما رو میخواد عصبی کنه بین دو نیمه. داور میبینه، ناظر میبینه، مربی تیم حریف تو شروع نیمه دوم بالا نمیاد برای اینکه کارت نگیره، بعد خیلی راحت ماسمالی میشه میره. اینا واقعا تعجب برانگیزه. یه فوتبال اکتیو خوب تماشایی که همه لذت ببرن، متاسفانه داور استرسش از همه بیشتر بود. داور با تجربه ما. هیچ موقع دوست نداشتم راجع به گفتم، همیشه گفتم ما قوی تر از بهونه‌هامون هستیم، همین الان هم میگم، ولی ایشون نیاز داشت که اینا رو راجبش بگم. فوق العاده ضعیف بازی کرد تیم ما. رو گلی که خوردیم 10 نفره است، بازی استاپ بوده، دو تا تعویض ما رو داره میبینه، اجازه نمیده تعویض بشه. تو همون شرایط تو همون دقیقه ما گلو میخوریم. یه تیم افتخار میکنم به بچه های تیمم. تیم 11 نفره ای ما 1-1 بازی رو جلو بوده، تیم 10 نفره ای ما 1-1 شده بازیش. تیم 11 نفره ما تیم شیر بازی رو 1-1 جلو بوده، تیم 10 نفر با تیم 10 نفره ای ما مساوی کردن با شاهکار داور و مجموعش. ولی ما هیچ موقع تسلیم نمیشیم. تا هفته سیوم میجنگیم، تا هفته سیوم میجنگیم. ما تو زمین حقمونو میگیریم، جاهای دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. این همون پرسپولیس حکومتیه که میگفتن، مشخص شد ما حکومتی هستیم یا تیمای دیگه. ولی ما کارمونو تو زمین تو مستطیل سبز میکنیم، اونجا نتیجه میگیریم. ما هرگز تسلیم نمیشیم، میجنگیم با همه چی. فقط خواهشم اینه که تیم داوری باید راجع به قضاوت امروزش توضیح بده آقای سید. جذابه، کلن شهرورد جذابه. قبلش زمانی که بازی شکل میگیره سوتو میزنن، سوت آغاز تا پایان و در نهایت هم مسابقه بعد از بازی. خیلی متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. آقای صالح مصطفوی مربی تیم استقلال هم به جمع اضافه شدن. سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. اعیاد و تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال پیش رو سال خوبی باشه برای همه هموطنانم. در خدمتتون هستم عزیزین. آقا من از آقای درویش هم مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس که تشوردن این سالو پو، یعنی با همین شروع کردم که نتیجه عادلانه بود. به نظر من نه، ما کاملا مستحق برد بودیم با توجه به کیفیت بازی که ارائه دادیم و کیفیت موقعیتایی که ایجاد کردیم. حق تیم ما کاملا برد بود و فکر میکنم یه مقداری بدشانسی، یه مقداری هم کم دقتی توی ضربات آخر باعث شد که نتونیم پیروز این بازی باشیم. ولی به نظر من حتی تا دقیقه 37 بازی میتونه 3-0 هم باشه به نفع استقلال.
سوال معنی اینه که بالاخره سه دفاع یا چهار دفاع شما سیستم غالبتون با سه دفاعه، ولی تو این فصل با چهار پنج سیستم بازی کردید. سه دفاعتون 3-5-2 و 3-4-3، چهار دفاعتون 4-2-3-1، 4-3-3، 4-4-2. کدوم بالاخره؟ ببینید خب ما یه بازیایی تو نیم فصل اول معدود بازیایی با توجه به تیم شرایط تیم حریف ترجیح دادیم به جای سه دفاعه چهار دفاعه بازی کنیم، مثل بازی صنعت نفت آبادان تو آبادان یا شروع بازی پرسپولیس دور رفت ما 4-3-3 بازی کردیم. بعد از مشکل سربازی که پیش اومد برای سیاوش یزدانی و حسین مرادمند مجبور شدیم یه سری از بازی ها چهار دفاعه بازی کنیم، ولی خب مثلا تو همین بازی پرسپولیس هم دقایق آخرش ما با توجه به شکل دفاعی که پرسپولیس گرفته بود ترجیح دادیم در واقع با سیستم 4-4-2 بازی کنیم که خب حالا نتیجهش هم دیدیم. در مورد تعویض صحبت کنیم چون اسم از هردانی آوردین. نیمه مربیان، البته من اعتقادی به این جمله ندارم، من میگم در طول بازی بالاخره مربی تاثیرگذاره دیگه. با همین آرایشی که الان در موردش صحبت کردیم، با چیدمان، با عرض به خدمت شما بازیکن 11 مردی که به زمین میفرسته تاثیرگذاره، ولی خب یه اشتباه حالا از نظر من، احترام به همه کسایی که از این باشه استفاده میکنن از این جمله، غلطیه که آقا نیمه مربیان، ولی خب این مربیه توی کارش بین دو نیمه تاثیرگذاره. به نظر من این اتفاق افتاد با توجه به تعویض‌هایی که فرهاد مجیدی انجام داد. ببینید نمیدونم شما موافق این سوال من هستین؟ من حالا کلی‌تر نگاه میکنم، اصلا نیمه ای نگاه نمیکنم. من هم همینجا کلی نگاه میکنم، نیمه ای نگاه نمیکنم. به نظر من خب اولا که حالا یه دوران پیشفصلی وجود داره که شما اون فلسفه‌ای که میخوای باهاش کار بکنی رو میای شروع میکنی روش کار کردن. خب مثلا برای آقای مجیدی که به شناخت برسی کار میکنی که بازیکن‌ها به شناخت برسن با افکار شما برای بازی. خب مثلا یکی از دو سه تا نکته، حالا خیلی زیاده، دو سه تا از موضوعاتی که آقای مجیدی از پارسال تاکید داشتن روش، کانتر پرس یعنی بازپسگیری سریع و فاصله بین خطوط بود، یه سری چیزای کلی. خب یا فست بریک یعنی انتقال سریع بعد از توپگیری به حمله. من قرض میگیرم از صحبت‌های آقای جلال چراغ‌پور که راجع به تیم ما گفته بودن که استقلال شارپ بازی میکنه، یعنی عمودی، نوک نیزه، جلو، تیز و قرض خب نمیده به بازی. آره این میبینی شما توی پیشوصل توی تمریناتی که داری انجام میدی به مرور این تفکر رو توی بازیکنات جا میندازی که من از کلیت بازی چی میخوام. بله من میای توی هفته های مسابقات مواجه میشی با تیم های مختلف، راجع به نقاط ضعف و قوت اونا و نقاط ضعف و قوت خودت در اجرای برنامه هات برنامه ریزی میکنی، فیلم میبینی، هدف گذاری میکنی، تله گذاری میکنی و تمرین میکنی. اینا رو جلسات تئوری داری، جلسات عملی داری، حالا میرسی تو بازی، بازی شروع میشه. اونا هم رفتن این کارا رو کردن، خیلی ها، خیلی از تیم‌ها واقعا این کارا رو میکنن. بله دیگه همه از هم شناخت دارن. میای توی بازی، حالا توی جریان بازی شرایط مختلف پیش بیاد، ممکنه این دقیقه 10 باشه، ممکنه دقیقه 70 باشه. به طور ویژه راجع به این بازی اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب شما دیدین تو 30 دقیقه ابتدایی بازی موقعیت‌های بیشماری، پرشماری ما در واقع ایجاد کردیم و همه مشابه نشون میده که اون استراتژی اولیه‌ای که ما برای این بازی در نظر گرفته بودیم کار کرده تو بازی، ادامهش میدیم. با وجود اینکه یه گل در جریان در واقع برخلاف جریان بازی دریافت میکنیم روی یه ضربه ایستگاهی، ادامه میدیم کارمونو تا اینکه شکل حریف عوض میشه. وقتی شکل حریف عوض میشه ما شروع میکنیم پلن‌های بعدی رو آزمایش کردن.
توی همین بازی استقلال با سه تا سیستم مختلف بازی کرد. الان فلسفه استقلال تو 21 دوره لیگ برتر چیه؟ بازی هجومی؟ هدف اول تیم اینه که گل نخوره. بازپسگیری سریع، فاصله ها چه توی خط حمله، چه توی خط در واقع چه توی زمین حریف، چه توی زمین خودی، فاصله بین خطوط کمتر و کمتر باشه. الان به اهدافتون رسیدین در پایان هفته 23؟ من فکر میکنم گواردیولا بعد چندین سال توی منچستر سیتی هنوز به 100% اهدافش نرسیده. به چند درصد رسیده استقلال؟ این سوالا رو می‌پرسم، هوادارا به حال شاید مطالبه هوادارا هم باشه دیگه. بله، من نمیتونم عدد بگم، ولی میتونم بگم که بازیکنای تیم بسیار بازیکنای تاکتیک پذیر و باهوشی هستن و حد اکثر تلاششون رو کردن که به این روند برسن. ببینید، ما توی جریان و مسابقه، توی کل بازیایی که انجام دادیم توی این فصل جام حذفی لیگ، توی جریان مسابقه 3 گل دریافت کردیم. حالا به خط دفاعی بی‌نظیرتون میرسیم و رکوردی که فرهاد مجیدی این سه گل، حالا فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم با تلاش بازیکن به دست آورد. ما 3 گل در جریان مسابقه دریافت کردیم کلاً و بقیه گلا روی ضربات ایستگاهی بوده، نه اینکه ضربات ایستگاهی. شما خودتون هم شروع مجددهای خطرناکی داری، یعنی من حواسم ازش استقلال یکی از راه‌های رسیدن به گلش همین شروع مجدد ضربه زده. بله، ببینید، نه اینکه ضربات ایستگاهی مثلا بگیم خارج از فوتبال، این نیست اون با، ولی میخوام بگم که چقدر این بازیکن‌ها موفق بودن توی اون اهداف و خواسته‌هایی که مربی ازشون داشته. و توی بازی دربی هم ما تو جریان مسابقه فکر میکنم غیر از یکی دو مورد اگه اشتباه نکنم تمام کارهای دفاعی که قرار بود انجام بشه به درستی انجام شد. و عرضم این بود که راجع به این که شما فرمودید در واقع نیمه مربیان، خب این ممکنه دقیقه 10 اتفاق بیفته، دقیقه 50 اتفاق بیفته، دقیقه 70. ما به مرور تیم رو بر اساس نیازی که توی بازی ایجاد شد تهاجمی کردیم و ممکن بود گل دوم بخوره. و این تفاوت هم رقم زدین دیگه. الان من دارم نگاه میکنم ترکیب، حالا ترجیح تو ترکیب اولیه بوریا و مطهری بودن، بعد به هردانی و ژستت رسیدین که این تفاوته اون گله رو رقم زد. خب متفاوتن، یعنی شکل بازی ارسلان مطهری با رودی ژستده ژستده درسته؟ ژستده. آخه یه ای هم گذاشتی، یه کسره آره دادی. شاید من اشتباه میکنم. نه کلا میخوام ما درست بگیم. میخوام شما چون نزدیکترین چی صداش میکنن؟ ما رودی صداش میکنیم. رودی صداش میکنیم. آره. پسر بسیار خوب، فوتبالیست فوق العاده حرفه‌ای. یه نکته راجع به رودی بگم که هوادارا شاید براشون جذاب باشه. معمولا بازیکنایی که ذخیره میرن غالبا ناراحتن. این طبیعت فوتبالیست وقتی غفوریتون وقتی دقیقه 80 تعویض میشه با اون حرارت و تعصب میره دیگه، به نظر من حالا ایرانیاش که هیچی، خارجیاش اصلا. فوتبالیست ها معمولا وقتی در واقع توی لاین اپ اولیه نیستن ناراحتن، این یه چیز طبیعی. بله بله، ولی توی گرم کردن شروع بازی رودی از ما خواستش که توی اون فینیشینگ های آخر گرم کردن بیاد جای مربی واسه بازیکنه انگیزه و رویه بده و کاملا با قلبش برای تیم تلاش میکنه. یه فوتبالیست بزرگ هستش که به فوتبال ایران اومده و من ازش از همینجا تشکر میکنم. چون قراره با آقای مصطفی فنی صحبت کنیم، تزلزل روی ضربات ایستگاهی، فجر، صنعت نفت و پرسپولیس. ببینید، یعنی شما میدونید که این یکی از ضعف‌های تیمتون است؟ بله، علاوه بر این که میدونیم روش کارم انجام میدیم. یه نکته ای وجود داره، وقتی شما روی ضربات ایستگاهی، یعنی کورنل نه، روی کاشته های بغل با از یارگیری استفاده نمی کنین و از فضاگیری استفاده می کنین، در واقع زونال مارکینگ بله. عمل می کنین منطقه‌ای. شما راحت باش، من سریع ببخشید. ارتباط بین بازیکن‌ها خیلی مهمه. یه وقتایی این ارتباط خوب شکل نمیگیره تو همین. یعنی چی؟ یعنی آگاهی محیطی ندارن؟ نه، ارتباط کلامی یا هماهنگی زمان حرکت.
تو همین بازی شما نگاه بکنید، من فکر کنم که دو سه نفر از بچه‌ها با هم هماهنگ نیستن، یاراشون هم گم میکنن به ظاهر. ما یارگیری انجام نمیدیم، ما فضاگیری انجام میدیم. خب این فضاها باید پوشش داده بشه، همه لاین با هم دیگه، لاین دو با هم دیگه، و این ناهماهنگی ها یه ذره شاید به خاطر تغییرات نفراتی هستش که بل اجبار به ما تحمیل شده. حالا ما خب حسین مرادمند و در واقع سیاوش رو نداریم، یه مقدارش هم به شرایط بازی برمیگرده، ولی درسته ما روی این نقطه حالا که بالاخره حالا تو تیمای بزرگ دنیا هم پیش میاد این اتفاقا، ولی داریم کار میکنیم. روی صحنه گل الان باز کمیت بازیکن استقلال بیشتر، اما کیفیت نه. ببینم نکته داره همین گل گل پرسپولیس. نه 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 نه, نه. گل استقلال. متوجه نمیشم منظورتون. گلی که استقلال به ثمر رسوند. بله. یه بار دیگه میخوام دوستان تصاویر رو نداریم ما بخوام روی البته یه نکته آقای مصطفی گفتن در مورد بحث داوری که حالا دوستان دارن تلاش میکنن اون صحنه‌ای که مد نظر بله جلوتر قراره که این اتفاق بیفته. اگه صحنه گل رو داشته باشی حالا میتونیم صحبت کنیم روی گلی که استقلال خورد. گلی که استقلال خورد. بله. کیفیت بازیکن‌ها و کمیت بازیکن‌ها اگه بخوایم بررسی کنیم، انگار که کیفیت کمیت بیشتر از کیفیت است. عرض کردم، توضیح دادم، به نظرم حالا یه ذره ناهماهنگی بین در واقع اون خط دفاعی ایجاد شد، خط دفاعی که ما چیده بودیم، و این پرسپولیس هم از این شکاف استفاده کرد و به نظرم ضربه سر فوق‌العاده خوبی بود و بالاخره یه جایی هم رفت که 3-2-3 نه؟ بله دیگه، البته که 3-2-3 حسینی هم دعوت شد به تیم ملی. بله، با توجه به عمل 6 بازیکن ملی پوش داره استقلال توی حالا تو یه بخشی من گفتم و جاهای مختلف. آره تو یه بخشی من گفتم 4 تا بزرگ بعد امیدام آقای نوریفر پیام داد گفت یه دونه بازیکن امیدمونه، یه دونه از بازیکنای خارجی مونه که اونم دعوت شده. بعد گفتن اجازه بدید من تاییدیه‌اشو بگیرم. بعد پس شما تایید کدوم بازی کنه؟ عزیز بگمانوف تیم ملی ازبکستان. پس شما میشین 6 تا. یعنی آقای درویش هم گفتن آقا 5 تا داخلی، گفتن 3 تا اونجوری 8 تا. 8 تا از پرسپولیس، 6 تا از استقلال. آه. و معتقد بودن آقای درویش که آقا مثلا حالا که ما تعداد بازیکنامون بیشتره، مثلا بازیمون باید بعد از استقلال بشه، قبل از استقلال. نمیدونم، ولی من اون چیزی که شنیدم از 3 تا به بالا دیگه باید این اتفاق بیفته که بازیشون از 72 ساعت بعد از آخرین بازی ملی بذارم. اون چیزی که من اطلاع دارم، حالا اینکه بیشتر بذارن، بیشتر از 72 ساعت بذارن یا کمتر دیگه، اون چه قانون همینه دیگه. سازمان دوباره میخوایم فنی صحبت کنیم. دست دادن به زوج خط میانی الان چشمی مهدی پور زوبر روی نیمکت و در نهایت خب طبیعیه که جنگندگی بیشتر میشه، ولی خب الان شاید سوال ما تو این بازی با سه بازی سازی میاد پایین. ما با سه هافک بازی کردیم تو این بازی. خب یعنی چشمی راست عقب بود، مهدی پور رو دست راستش بود و امیرحسین حسین زاده رو دست چپش. 4-3-3 3-5-2 3-5-2 بازی کرد با سه هافک. با سه هافک. خب 3-5-2 خب با سه هافک میانی در واقع که امیرحسین حسین زاده یکی از هافکای میانی ما بود. خب ما تو این ترکیب خط هافک تنوع مدل بازیکنمون در واقع بیشتر بود. حالا مهدی پور یه خصلتایی داره، حسین زاده یه خصلتایی داره و روزبه چشمی هم یه خصلتایی داره و فکر میکنم که عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. راضی بودن، عالی بودن هر سه. آخه تغییر پست عاملش بود؟ نه، استراتژی بازی برای بازی اینجوری ما این که استقلال با 4 دفاع بهتر و بیشتر میتونه موقعیت خلق کنه شما قبول دارین؟ ببینید بستگی به بازی تیمه داره و بازیه. آره بستگی به بازیه و اون روش هایی که میخوایم استفاده بکنیم برای گلزنی و در واقع حالا تیم حریف داره. حالا بله ما تو بازی صنعت نفت آبادان دور رفت و برگشت خب بازی های فوق العاده پرموقعیتی داشتیم، ولی خب بازیایی بوده که ما 3-0 بردیم. حالا گل زبر نیک نفس جلوی تیم نفت مسجد سلیمان که تو بس خط رد شد حالا نگرفتن، حتی اون بازی میتونست 4-0 باشه. فوق العاده زیاد موقعیت داشتیم ولی با 3-4-3 بازی کردیم. زیاد ربطی به نظر من به سیستم نداره این موضوع، به
شهر وظایف عمل کرده، تبدیل هایی که توی اون سیستم انجام میدین به اینا بیشتر ارتباط داره. در مورد حسین زاده نظرتون چیه؟ حسین زاده که ببخشید نقطه میذارم، چون امیر حسین زاده اومد اینجا، ما در مورد سبک بازیش و علاقه که فرهاد مجیدی به این بازیکن داره صحبت کردیم. به نظر می اومد، البته که الان خب دعوت شد به تیم ملی، یعنی مزد تلاشش رو گرفت یه بازیکن جوان، به نظر می اومد در شهرآورد امیر حسین حسینزاده بازی های قبل استقلال نبود. علتش به خاطر این که شما گفتین پستش فرق میکرد و به نظر من همه کارهایی که ازش خواسته شده بود و به نحو احسن انجام داد. یعنی اون چیزی که شما خواستید رو انجام داد. انجام داد، فوق العاده خوب بود. و من اینجا تشکر میکنم از سرمربی محترم تیم ملی که نگاه دارم به جوونا، و عارف غلامی دفاع وسط جوون ما واقعا عمل کرده فوق العاده ای داشت بعد از آسیبی که داشت. امیرحسین حسینزاده فوق العاده بود. ساله اردانی هم به نظرم عملکرد خیلی خوبی داشت تو استقلال، با توجه به اینکه خب شما وقتی از حالا یه تیم کم تماشاچی تر میایین توی تیم بزرگتر با یه سری چالش ها هم درگیر هستیم، بالاخره هم پستی های بزرگتر، بازی های سنگین تر، مدل بازی تیم ها جلوی استقلال و پرسپولیس فرق میکنه، انگیزه بازیکن های حریف فرق میکنه. و من به نظرم امیرحسین فوتبالیست بسیار توانایی هستش، قابلیت های فردی بالایی داره، توی زمینه تاکتیکی هم داره و تاکتیک پذیری هم داره روز به روز بهتر میشه و موقعیت خوبیه به نظرم یکی از آینده های فوتبال ایرانه. امیرحسین حسینزاده دوبار جلوی ضربات بازیکن های خودی رو گرفت، چون شما فرمودید هر چی ما ازش خواستیم انجام داد. میخوام اینو که ازش نخواسته بودی. بالاخره تو شرط بازی بازیکن جوان اولین دربی جلو تماشاچی بعد آره چند تا دربی اولی داشتیم پیش آره. نه من خواستم فضای گفتگو میذاره تلفیق بشه، چون گفتین ما هر چی ازش خواستیم انجام داد. بریم سراغ صحنه گل استقلال، سانتر هردانی و در نهایت ضربه سر رودی. جستت نگفتم. خب از این ور شروع میشه یه دف همین صحنه. شما نگاه کنید ما 4 تا بازیکن توی محوطه جریمه داشتیم قبل صحنه قبلی، و حتی توی صحنه گل هم ما 4 تا بازیکن توی محوطه جریمه داریم که 2 تا از این 4 تا بازیکن تعویضی هستن که به بازی میان. در واقع ما سیستممون رو عوض کردیم به 4-4-2 خطی، 2 تا بازیکن راست پای سانت کننده سمت راست، 2 تا بازیکن چپ پای سانت کننده سمت چپ، و به نظرم یه ریسک خوبی بود که آقای مجیدی انجام داد، برای اینکه ما واقعا این بازی رو برای برد اومده بودیم. از دقیقه 1 تا دقیقه 90 واقعا اومده بودیم این بازی رو ببریم، و تعویضا، روند بازی، کیفیت موقعیت ها، مدل بازی که بازیکنامون ارائه دادن، ارسلان متحری فوق العاده دویده تو این بازی. ببینید چه موقعیت هایی حتی شخصا برای خودش ساخته، توپگیری کرده از حریف. آخه یه سوال اینجا پیش میاد، الان شما آرمان رمضانی رو داشتید. بله. رودی رو هم داشتید. چقدر الان دارم تلاش می‌کنم جستت نگم. رودی رو هم داشتید. الان با توجه به توضیحاتی که شما میگین، خب چرا دیگه ادامه ندادین؟ چرا متوقف شد؟ حالا بازی اصلا بعد از گل ما بازی نبود دیگه اصلا. کیفیتش اصلا به هم ریخت. سرد شد. ولی شما برنامه داشتین که همچنان ادامه بدید. ما خواستیم ادامه بدیم دیگه. ما چون این اولین سوالی که تو ذهن من گفتم، خب دقیقا به همین رسیدم که آقا خب استقلال با تعویضایی که انجام داده سرد شدن بازیکن‌ها و دیگه ببین ما یعنی بازی خوابید. بازی خوابید، بازی یعنی حالا هم برای بازیکن‌های پرسپولیس فرق نمی‌کنه، اگه اتفاقی میفته دو تا بازیکنایی که تو زمین هستن سرد میشن دیگه. بازی خوابید و نش یعنی اتفاق ویژه‌ای دیگه نیفتاد از اون به بعد. خیلی هم خوب، یه فاصله می‌خوایم بگیریم آقا. ما در خدمتیم مصطفی، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خب نمیگیریم. درباره آمانوف چطور بوده؟ ببینید یه اضافه شد به تیم، قطعاً تون پست شما نیاز داشتین و در نهایت جذب کردین. این مسئله که وجود داره اینه که از ابتدای فصل
و اینکه پست بهینه بازیش کجاست آقای مصطفی؟ این عزیز بیک در واقع توانایی بازی توی چندین پست رو داره. تو شهرآور که به چپ متمایل میشون، ما ابتدا توی سیستم 4-3-3 به عنوان بازوی چپ یا هافک رو دست سمت چپ ازش استفاده کردیم، بعد توی 4-4-2 خطی به عنوان هافک سمت چپ ازش استفاده کردیم. ولی انگار که پشت مهاجم بهتر جواب میده. حالا نظر شخصی من، نمیدونم شما به عنوان، ببینید ما فکر میکنم فقط توی 3 بازی با سیستمی بازی کردیم که نیاز به شماره 10 یا پشت مهاجم داشته باشه و توی بقیه بازی ها در واقع بدون اون پست، حالا چه 3-5-2 با رأس عقب، چه 3-4-3، چه 4-3-3، چه در واقع 3-4-2-1، توی تمام این سیستم ها شما بازیکن پست 10 ندارید. بله. بازی نکردیم و امانوف هم خب حالا تو بازی هایی که بازی کرده ما در واقع سیستم تیممون توی در واقع اینجوری نبوده که پست 10 داشته باشیم، ولی امانوف، یامگا، جعفر سلمانی، خیلی از بازیکنهایی که این فصل اضافه شدن، امیرحسین حسینزاده، خیلی از بازیکنهایی که این فصل اضافه شدن بازیکنهایی هستن که قابلیت بازی تو چند پست رو دارن و شاید همین هم کمک کرده به استقلالی که حالا به خط دفاعیتون دوباره میخوام برگردم. این رکوردی که به ثمر رسید، 23 بازی بدون باخت و رکوردی که فرهاد مجیدی برای خودش ثبت کرده و برابری میکنه با رکورد تاریخ باشگاه. آقای مجیدی، عرض کردم اول از در واقع فصل گذشته. آقا شما لقب هم دارین؟ من؟ آره. نمیدونم. لقب مرد یخی رو باید بدیم آقای مصطفی. به سختی لبخند. الان این قاب الان خوبه. هر وقت یه مجموعه، یه تیمی، یه اتفاقی، یه رکورد اینجوری که برابری میکنه با رکورد تاریخ باشگاه، باید خیلی قطعاً سختی کشیده شده، قطعاً تلاش کردیم. ببینید راستش آقای مجیدی، الان توقع داشتم دور بلند شید دور استودیو بچرخیم. عرض کردم راستش آقای مجیدی خودشون هم تو مسابقه‌هاشون هم گفتن که این رکوردا اوکی، نه که خوشحال نشیم ازش، ولی تا زمانی که ووریا جامو نبره بالا هیچی نیست. ما باید بازی به بازی جلو بریم و هدفمون نهایتاً اینه که جام لیگ برتر رو انشالله ووریا این فصل ببره بالا. استقلال قهرمان میشه؟ سوال کلیشه‌ای. البته که 6 اختلاف هواداری استقلال میگن چی داره میگه؟ 6 اختلاف امتیازه، ولی خب این سوال من خواهم بپرسم. به هر حال فوتبال غیر قابل پیش بینیه. ببینید 21 بازی با 21 امتیاز باقی مونده، 7 مسابقه باقی مونده. شما میبینید که خود تیم پرسپولیس که توی کورس قهرمانی هستش جلوی پدیده مساوی میکنه، یا به سند نفت آبادان میبازه، یا حالا استقلال توی شیراز دقیقه 90 گل دریافت میکنه، یا جلوی آلومینیوم عراق دقیقه 90 گل دریافت میکنه و برد رو از دست میده. اما مسئله یعنی واقعا قابل پیش نیست. اما اون چیزی که من یا کادر فنی یا بازیکنهای استقلال یا مجموعه استقلال میتونیم قولشو بدیم اینه که ما هر روز تلاشمون رو بیشتر میکنیم، رو نقطه ضعفامون کار میکنیم، سعی میکنیم بیشتر مطالعه کنیم، راهکارهای بیشتری پیدا کنیم برای اینکه بتونیم مقابل حریفای آیندهمون هم روندمون رو ادامه بدیم و انشالله بتونیم آخر فصل جامو بگیریم. خیلی هم خوب، الان اون فاصله رو میگیریم. بفرم. دربی شماره 98 همه چیز داشت. دعوا، حضور سرمربی وسط زمین، زد و خورد مربی دروازه‌بان ها با بازیکن و شکست شدن یه رکورد مهم در تاریخ شهرآور. مدت‌ها سرانجام شهرآوردی رو به تماشا نشستیم که ورزشگاه آزادی درهاشو به روی تماشاگران گشود و فوتبال ایران هم حداقل تو این بخش مثل سایر کشورهای دنیا شد. طبق انتظار اما
چندین اتفاق مهم رخ داد. اولین دربی با حضور تماشاگران در ایام کرونا. هرچند به هیچ عنوان فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشد و از نمای بالا به صورت کاملا مشخص جمعیت بیش از ظرفیت اعلام شده از سوی سازمان لیگ روی سکوها مستقر شدند که تو همین لحظه دو نمره منفی برای مسئولین برگزار کننده به ثبت. دیگر اتفاق مهم، اولین بازیکن خارجی استقلال در شهرآورد تهران گلزنی کرد تا این خط تیره سرانجام برداشته بشه و ژست تلسم رو بشکنه. یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه رو دروازه، گل توی دروازه، توی دروازه، گل. تعویض طلایی فرهاد مجیدی. چه خبر شده تو ورزشگاه، چه موقعی شده تو ورزشگاه. کاری که شیخ دیاباته با سابقه حضور در بوردو فرانسه هم از پسش بر نیومده. اما انگار دربی که زد و خورد نداشته باشه اونطور که باید در تاریخ ثبت نمیشه. پرسپولیس که با گل علی نعمتی در آستانه یک پیروزی بزرگ و نزدیک شدن به صدر جدول قرار داشت، تو دقیقه 81 دروازش باز شد تا کار به تساوی بکشه. ورود یحیی گل محمدی به زمین با لحنی پرخاشگرانه اینطور القا میکرد که اتفاق ویژه‌ای رخ داده، که البته خیلی زود مشخص شد که سید علی داور مسابقه با وجود 10 نفره بودن پرسپولیس به علت مصدومیت یکی از بازیکناش اجازه که تعویض و ورود بازیکن جدید سرخ‌ها رو پیش از ضربه آزاد استقلال نداده تا آتیش جنجال تو این صحنه زده بشه. از این هم در بین دو نیمه بهزاد غلامپور درگیری شدیدی با مهدی عبدی و مهدی ترابی داشت که از چشم دوربین های مستقر در ورزشگاه دور نموند. در پایان اما این تساوی باعث شد تا نه تنها فاصله 6 امتیازی دو تیم در صدر جدول حفظ بشه، بلکه در صورت هم امتیاز شدن سرخابی ها این شاگردان مجیدی هستن که قهرمان لیگ میشن، چون حالا بازی مستقیم هم به سود آبی هاست. آیا یحیی میخواد قهرمان لیگ بشه؟ باید تو 7 هفته پایانی 7 امتیاز از استقلال بیشتر بگیره. امری که نشدنی است، اما محال نه. بله، این بخشم بخش بسیار جذابی بود که تشکر میکنم از دوستان پرتلاش و زحمتکشم که بعد از شهرآورد، یعنی اصلا از قبل شهرآورد شروع شد، 24 ساعت پای کار بودن. در نهایت هم بخشایی که تقدیم شما میشه حاصل تلاش اوناست. خب آقای دیگه لقب مرد یخی رو دادم و دیگه آقای مصطفی فقط لبخند رو لبش. عرض به خدمت شما که میخوام یه ذره از قالب فنی بیایم بیرون. بالاخره قاطره مردمی که ما رو تماشا میکنن شاید زیاد دانش فنی نداشته باشن، البته که کیف میکنن از پیروزی های تیم مورد علاقه شون استقلال، اما یه کوچولو فاصله بگیریم در مورد اتفاقایی که در طول فصل افتاد. از رشید مزاری شروع کنیم که جدا شد. بالاخره توی هر تیم فوتبال به گفته آقای پین منم به من انتقال پیدا کرد. سوتی شما چی کدومش؟ رودی؟ در تلاش و اینا تلاش. نه سوتی هاشل. نبود. من اینجوری میگم مردم یه ذره بخندن نزدیک عیده. پین آره. به گفته آقای پین داخل هر تیم فوتبال، شما مخصوصا گفتی که مردم حالشون خوب بشه نزدیک عید، خب؟ داخل یه تیم فوتبال چند تا تیم مختلف هستن. یه تیم دیگه‌ای که داخل تیم فوتبال هست تیم دروازه‌بانیه و ما امسال 3 دروازه‌بان قوی داشتیم: علیرضا رضایی، سید حسین حسینی که علیرضا دروازه‌بان فیکس تیم ملی امید بوده. بله. سید حسین الان جزو گلرهای تیم ملی هستش و آقای رشید مزاری. به هر حال با صلاح‌دید فنی آقای مجیدی از اون دو گلر استفاده شد و خب رشید تصمیم گرفت برای ادامه فوتبالش به تیم دیگه بره. اولین بازیکن استقلال که خارجی هم هست و در شهرآورد گل میزنه رودی.
خب به هر حال اسمش موندگار شد، جاودانه شد در آمار و ارقام شهرآورد. یامگا، سیلوا، آمانوف. بله. از هر چهارتاشون راضی هستین؟ فوق‌العاده فوتبالیستای حرفه‌ای و توانمند هستن. هر کدوم سبکای مختلفی دارن و با توجه به زمانی که در واقع جذب شدن و نیازی که تیم بر اساس می‌خواستم به اینجا برسم، پس بر اساس نیاز شما جذب کردید. بله. مثلا بعد از اینکه مرادمند و یزدانی رفتن شما سیلوا رو گرفتیم و میگم زمانه هم مهمه ها، یعنی یه نکته که وجود داره اینه که شما توی پنجره تابستانی نقل و انتقالات یه بازار هدفی داری، یعنی در واقع یه سری مجموعه‌ای داری که بازیکنی داری که میتونی از توش انتخاب کنی، توی پنجره ژانویه یه سری دیگه هستن، توی اکتبر یا مثلا سپتامبر یا از این طرف مثلا توی فوریه و مارچ یه بازیکنهای دیگه‌ای وجود داری و به نظر من هر چهار تا بازیکن بازیکنهای بسیار با کیفیت، با تجربه حرفه‌ای، با اخلاق. این بحث اخلاق رو من اینجا بگم که یکی از مهمترین مسائلی که آقای مجیدی روش تاکید داره نظم و انضباط هستش و واقعا من میبینم که همه یه تلاششون رو میکنن آقای مجیدی و حالا همکاران که بازیکنی که بهتر بوده توی تمرین، بهترین لودو داشته، بهترین عملکردو داشته، به این بازیکن در واقع بازی برسه، به این بازیکن بیاد تو قالب تیم. شاید یه وقتایی به خاطر عملکرد فنی و اخلاقی بهتر یه بازیکن، شاید یه وقتایی مثلا یه جابجایی‌های چیدمانی هم تو تیم انجام شد. و خب خوشبختانه همین چهار تا بازیکن هم سایر بازیکن‌ها بسیار همدل هستن و همه پرتلاش. بعضی موقع بازی‌های درون تیمی تیم ما داخل تیم توی تمرینات که حالا بازی می‌کنن معمولا دقایق پایانی تمرین رو، واقعا کیفیتش از بعضی از بازی لیگ بیشتره. هر دو تا تیم با انگیزه، پرنشاط، عالی و لذت می‌برن واقعا. حالا من خودم به شخصه به عنوان حالا نه مربی استقلال، به عنوان هوادار استقلال واقعا لذت میبرم از این انگیزه و توانی که بچه ها توی تمرین ها میزن. پس شما از بچگی استقلالی بودین؟ اسنادش موجوده. اسنادش موجوده. در مورد حضور تماشاگرها بگین، چقدر تأثیر داشت روی بازی؟ به نظر من فوتبال بدون تماشاگر نبگم یه چیزیش، خیلی چیزاش کمه. توی استادیوم وقتی شما میایین بدون تماشاگر واقعا فرق، واقعا مدل بازی ها فرق میکنه. حالا من خودم شهرآورد برد تجربه کردم، شهرآورد مساوی زیاد تجربه کردم، شهرآوردهای کرونایی که همش به ما خورد، ولی واقعا تفاوت داره روی انگیزه بازیکن‌ها، روی کیفیت بازی، روی جذابیت بازی. واقعا به نظرم کرونا لطمه بزرگی به جذابیت لیگ ما زد، چون فوتبال یه بخشی از در واقع صنعت فوتبال، یه بخشی از صنعت انترتینمنت هستش در دنیا دیگه. انترتینمنت هم برای اینه که جامعه بهش نشاط بیاد، لذت ببرن مردم. و خب وقتی شما مردم میگیری از این صحنه، از این سکانس، از این فیلم، واقعا هر بازی فوتبال سی فیلم سینماییه دیگه. شما وقتی رول یکی از مهمترین رولا رو میگیری ازش، خب یه چیزیش کمه دیگه، فیلم خوب اونجوری جذاب در نمیاد. موافقم، آقا تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی یه فقط یه نفر که خب آخه بعضا دیدی بعضی از دوستانی که حالا پست میگیرن توی خیلی از باشگاه ها میان اینجا، حالا ما خودمون یه سابقه کم فوتبالی داریم صحبت میکنیم، به خودم نمیچسبه. کسی که میره استادیوم، کسی که صف طولانی رو تجربه میکنه، کسی که برای خرید بلیط به این در اون در میزنه، کسی که حالا از این صفات خیلی میتونه بیاد اینجا در مورد فوتبال و آره تماشاگر، شاید بتونم بگم نقش اولن اون جمعیت، با هم اونا نقش اول اون فیلمه. خیلی هم خوب.
ما در مورد باشگاه استقلال حالا جناب مصطفی که اینجا هستن فنی صحبت کردیم، در مورد باشگاه استقلال بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. دوستان پرتلاش من ارتباط گرفتن با جناب نوریفر. سلام، وقتتون بخیر. سلام و شب بخیر به شما آقای دوستونشی و مخاطبین محترم برنامه‌تون، همچنین جناب آقای مصطفی در خدمتتون هستم. یه ذره دوستان اگه صدا رو هم تقویت کنید ممنونتون میشم. آقا چه خبر؟ من اسامی بازیکنان تیم استقلال رو اعلام کردم، گفتن آقا 4 تا، شما گفتی یه بازیکن امید، یه پیامی برای من فرستادید. من الان آقای سالم مصطفی هم گفتن و در نهایت آمانوف هم گفتن، در مجموع میشین 6 تا. بله بله آقای مصطفی، بعد این موضوع رو بهتر از من اطلاع دادن. خیلی هم خوب. چه خبر آقا از باشگاه؟ متشکرم. والا عرضم به حضورتون خبر این که ما یه دربی خیلی زیبا داریم. سینا سعیدی، عذرخواهی می‌کنم، سینا سعیدی گلر تیم شماست که به تیم ملی امید دعوت شد. بله سینا سعیدی. عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید. آفاک اوزبکی. خدمت شما عرض شد که ما بعد از مدت‌ها یه دربی زیبا دیدیم، یه دربی جذاب و تماشاگرپسند دیدیم. بعد از مدت‌ها هوادار به استادیوم برگشت، طرفدارا به استادیوم برگشتن و یه روز خیلی خوب و جذاب بود. و تمام این شرایط رو داشتیم، ولی از بعد از بازی فقط داریم ادعاهای بی‌اساس، توهین، حرفای زشت، پر از تهمت، پر از صحبت‌های بیهوده، پر از بهانه‌های بی‌اساس داریم از سمت تیم پرسپولیس و باشگاه پرسپولیس می‌شنویم. در تمامی ارکان این باشگاه مصاحبه کردن. من واقعا برام عجیبه این فوتبال چه اتفاقی افتاده. همین الان شما داشتین مصاحبه پخش میکردین، آقای پهلوان در میکسون بازی داشتن میگفتن که دیگه این خیلی تابلو. شما تو تک تک مصاحبه های بازیکنهای پرسپولیس، تو تک تک صحبت سرمربیشون، دستیار محترمشون، مدیر عامل باشگاه، کاپیتان تیم، پر از اتهام، پر از ادعایی که واقعا بعضیشون مجرمانه است نسبت باشگاه استقلال وجود داره. ما از دیشب تا حالا تنها کاری که کردیم یک اطلاعیه منتشر کردیم، درخواست کردیم از کمیته صیانت از سلامت مسابقات که آقا اگر تشریف آوردین قبل از دربی اطلاعیه دادید که ما با هر گونه فضاسازی و بهانه‌های بی‌اساس مقابله می‌کنیم، آقا بسم الله از دیشب تا حالا بمباران خبری کردن. مگه آقای بهزاد غلامپور بازیکن ملی پوش این فوتبال نبوده؟ چطور یک قداستی قائلین برای آقای یحیی گل محمدی و رفتاری که ایشون کردن در وسط زمین، ولی همین رو در رابطه آقای بهزاد غلامپور وجود نداره؟ اونقدر که دیشب تا حالا در رابطه با رفتار آقای غلامپور صحبت شده، در رابطه با رفتاری که جریان بازی رو بعد از گلی که تیم استقلال زد قشنگ خوابوند آقای گل محمدی با این کاری که کردن، چطور در رابطه با این موضوع صحبت نمیشه؟ من هفته پیشم قبل از دربی تهران آقای توتوشیتو بعد از یکی از جلسات کنفرانس خبری بود به این موضوع اشاره کردم. متاسفانه در رسانه‌ها اکثریت گویا طرفدار تیم پرسپولیسن و همه چیز تحت تاثیر این فضا قرار میگیره. اینطور نمیشه که ما آقا مگه این بازی برنده داشته؟ این بازی که امتیازها تقسیم شده، این بازی که برنده نداشته، دستاوردی به وجود نیامده که بله ما 6 امتیاز بالاتر هستیم و همه مسائل، همه مشکلات، تهمت‌ها، همه بهانه‌های بی‌دلیلی که میارن فقط و فقط به این دلیل. آقا اجازه بدید رقابت شکل بگیره. ما قبلا هم گفتیم آقا من خودم به عنوان مسئول رسانه‌ای باشگاه استقلال و سایر همکارانم فرقی نمی‌کنه، آقا تمرکزمون به این نیستش که پرسپولیس رو به هم بریزیم، تمرکزمون به این نیستش که از صبح تا شب بخوایم انگولک کنیم اون تیم مقابل رو. ولی متاسفانه من میتونم با سند و مدرک به شما ثابت کنم، همین الان تشریف ببرید استوری یکی از مسئولین رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس ببینید که چقدر استوری زشت و توهین‌آمیزی در رابطه با سرمربی تیم ما رو برداشتن، دوباره این استوری رو منتشر کردن. بعد همین آقایون میان از اخلاق صحبت میکنن، همین آقایون میان از هزار مدل ما رو نه. من الان آقای مصطفی که اینجا نشسته اینو بگم، آماده پاسخگویی به سوالات شما هستم. من همین الان آقای مصطفی که اینجا نشسته بود و اینجا نشسته و صحبت میکنن در رابطه مسائل فنی و لذت هم میبرم از توضیحاتی که میدن، یاد این افتادم که یکی از همین همکاران عزیز کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس همین پارسال داشتن ما رو نصیحت میکردن که تا خود صبح ما میتونیم فنی صحبت کنیم ولی در رابطه مسائل غیر فنی و مسائل چیپ و اینجور چیزا صحبت نکنیم. چی شد؟ مگه نمیگفتین با بزرگتر از بهانه؟ مگه یه جمله میگفتن به من دقیقه شدم نمیاد، با بزرگتر از بهانه هایتون باشین، یه همچین چیزی میگفتن؟ مگه اینو نمیگفتین؟ 5 سال تمام پرسپولیس تو این مملکت قهرمان شد. بله یه سری صحبت های مطرح شد از سمت هواداران استقلال و سایر تیم ها نسبت به حمایت هایی که میشه از این تیم، نسبت به شرایطی که به این تیم وجود داشت،
آقایون دو ماه، سه ماه، چند ماه تو استقلال سرد جدول لیگ برتر ایرانه. ظرف سه ماه، چهار ماه میخوان انتقام تمام حرفای حق و ناحق تیمای دیگر رو بگیرن. اونم سر استقلالی که هنوز که آقا این لیگ تموم نشده شما، یعنی هنوز، یعنی اینقدر ناامید شدی؟ من خواهشم از دوستان اینه که آقای کمیته، من بابت گفتن یک جمله‌ای که آقا رقابت در خارج از زمین فوتبال داره برقرار میشه، به خاطر اینکه آقای صدری مدیر عامل سابق پرسپولیس صحبت کرده بودن و من اومدم اعتراض کردم، گفتم شما هم خیلی از جامعاتون در بیرون از زمین بوده، دو بار منو احضار کردن کمیته اخلاق. خب آقای من به نظرم اگر بخوایم مصاحبه‌های پرسپولیس رو از دیشب تا حالا لیست کنیم، از رأس باشگاه که مدیر عاملشونه تا پایین، به شدت شکایتی هست و به شدت قابل احضار به کمیته اخلاق و کمیته انضباطی. در خدمتم. خیلی متشکرم آقای مصطفی. کلانتری محل ما، من تو بخش قبلی هم آقای درویش اینجا بودن، گفتم کلانتری محل ما کمتر پرونده شکایت داره، یه دربی برگزار میشه. آقای نوری فر، از شما خیلی ممنونم، اگر نکته نیست از شما خداحافظی میکنم، نکته رو من بگم. نه خیلی ممنون، سپاسگزارم، شب شما بخیر. شب شما بخیر. البته این فرصت و این حق رو هم قائل هستیم برای ارکان باشگاه پرسپولیس در خصوص صحبت های نوری فر، اگر نکته دارن بیان رو خط برنامه شبای فوتبالی صحبت کنن. تو بخش قبلی هم همین گفتم، یه دربی برگزار میشه. الان شما چقدر تصویر قشنگی از حضور تماشاگر رو ترسیم کردید، من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. باشم. یه دربی برگزار میشه بعد این همه شکایت، حالا مثلا کاری ندارم چه قرمز از آبی چه آبی از قرمز، قرمز از بازیکن، نمیدونم باشگاه، الان من فکر می‌کنم آبی از باشگاه، صحبت‌های آقای نوری‌فر بازی مردم کیف کنن، یه ذره ببخشید نقطه میذارم رعایت کنیم، یه ذره به خودمون بیایم. من تو بخش قبلی هم گفتم دوستانی که فوتبال فراگیر آقای مصطفی، مخصوصا الان که ما سریع ترین سود به جام جهانی رو داریم، زیر ذره بینیم، نمونه فوتبال ما هم همین شهرآورده است، مقایسه میشه، حالا مقایسه فنی البته نه با ال کلاسیکو، ولی میگن آقا نمونه بازی لیگ جام خلیج فارس چیه، میگن آقا دو تا تیم پرطرفدار استقلال پرسپولیس، آقا فیلم بازی رو میفرستن اونور، خیلی از کشورهای دیگه هم که حالا اصلا ایرانی نیستن خارجی هستن نگاه میکنن. پس رعایت کنیم اصول همه چیزو، از اخلاقی بگیرید تا فنی تا چیزهای دیگه. ببخشید. خوشمونم. حالا من میخواستم بگم که به نظر میاد توی دربی که شاید صحنه‌های داخل محوطه جریمه داوری شک برانگیزش برای استقلاله. یه صحنه را من گفتم خدمتتون، به نظر من اصلا گم شده. قبل از دربی شاید سابقه ما اون صحنه رو داریم، عذرخواهی می‌کنم دوستان، چون ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم با شما می‌خوایم به جمع‌بندی برسیم. در مورد اون صحنه که آقای مصطفی میگن، قبل از اینکه ارسال مطهری توپ رو بزنه، شما لحظه‌ای که لحظه‌ای که می‌زنه به نظر من تکل بازیکن پرسپولیس خطا است، نظر شخصی آقای مظفر، آقای نوید مظفری گفتن آقا خطایی نبوده، به حال ایشون کارشناس داوری ما تو برنامه امشب بودن، دوستان آره ارتباط گرفتن میگن آقا نبوده. ببینید حالا من یه چیز کلی هم بگم، با احترام به کل جامعه داوری، اول از همه که به نظرم تا زمانی که وی ای آر نیاد داورا همچنان تحت فشار و اذیت خواهند. دو این که حتی اگر همه کارشناسای داوری اجماع بکنن برای حالا کمک یا حمایت از تصمیمات داوری، شاید یه جامعه هستن نمیشه بهشون خورده گرفت، ولی بالاخره یه سری چیزها رو همه میبینن، مردم هم میبینن، راجب بعضی از فنون کشتی مردم در واقع تسلط دارن. حالا توی صحنه‌هایی که پیش اومده تو بازی، به نظر من صحنه‌هایی که توی محوطه جریمه بوده، من نظر شخصی میگم نه به عنوان کارشناس داوری، مثلا به عنوان هوادار، به نظر من هر دو صحنه میتونست الان پنالتی بشه به نفع استقلال. ولی صحبت من اینه، شما زمانی که یه فوتبال میاد اینجوری برگزار میشه، از نظر فنی من معتقدم به گواه آمار ما موقعیت‌های بسیار با کیفیت تری ایجاد کردیم، حقمون تو این بازی برد بود، به ویژه تو شروع بازی ما میتونستیم توی 30 دقیقه اول 3-4 گل بزنیم بازی رو، در واقع موقعیت‌های خیلی خوبی رو ما از دست دادیم. به نظرم وقتی همچین بازی برگزار میشه و حالا نتیجه تو دقایق پایانی عوض میشه،
میشه ذره تحملا رو بالاتر بود. ضمن اینکه همیشه صحبت، حالا خود من یه بار کمیته انضباطی رفتم محروم شدم، جریمه نقدی شدم به خاطر پنالتی دور رفت اعتراض کردم، صحبت ما اینه که به مساوات رفتار شه. اگر قانونی قانونه، اعتراض به داوری اگه قانونه، اگه پرت کردن بطری احضار داره به کمیته انضباطی. من متاسفانه تو کمیته انضباطی یه سری چیزا شنیدم که مثلا بعضی از حرکات بسیار بدتر از حالا مصاحبه های من یا های مثلا نوریفر اصلا گزارش نمیشه از سوی داور. ما تقاضامون اینه که عدالت برقرار شه، به مساوات رفتار بکنن، خیلی از این تنش ها کمتر میشه. ضمن این که من احساس میکنم که یه ذره بعضی از اتفاقات گذشته شاید تبدیل به حق مسلم شده. بعضی از رفتارها واقعا خیلی زیاده برای یه بازی که فوتبال بوده دیگه، 90 دقیقه فوتبال بوده، آمارش مشخصه، صحنه‌هاش مشخصه. حالا همه کارشناسا هم اومدن 99% تصمیمای داورم در واقع تایید کردن. حالا این همه جنجال و مصاحبه نمیدونم، شاید امیدوارم آقا این جوه روی صحبتم با هر دو باشگاه است، امیدوارم این جوه آروم بشه در آستانه نوروز 1401 پایان قرن. چشمامونو بشوریم یه رنگ دیگه ببینیم آقا فوتبالو. عرض کردم نکته پایینی خیلی کوتاه. جمع‌بندیم راجع به بازی دربی اینه که به نظر من ما فوتبال فوق‌العاده خوبی بازی کردیم. به غیر از ضربات آخر تو بیشتر خواسته‌هامون توی بازی در واقع موفق بودیم. تبریک میگم به بازیکنهای استقلال، بازیکنهای جوان استقلال که بسیار با انگیزه و پرتلاش عمل کردن و واقعا توی دربی مستحق برد بودن. و اگر بخوام در پایان حرفی بزنم اینه که برای همه هواداره استقلال و مردم عزیز ایران آرزوی سلامت و سالی خوب و پربرکت رو دارم. امیدوارم توی سال جدید به همه خواسته هاشون برسن. صحبتامو اینجوری تمام میکنم که فوتبال جزوی از سنت، فوتبال جزوی از سنت انترتینمنته. ما باید فضای جایی که توش کار میکنیم دوستانم درک کنیم. به نظر من قبول از چه خارجی میگه فارسیش هم بگه مصطفی شما قرار شد ترجمه کنیم انترتینمنت چی میشه؟ تبلیغات؟ نه انترتینمنت مثلا بازی و سرگرمی و تفریح و سرگرمی. آره دقیقا سرگرمی شد. ادورتایزمنت میشه تبلیغات. بله و به نظرم برای سرگرمی باید بیشتر کار کنیم، تلاش کنیم بتونیم فوتبال های جذابتر، بهتر، پرموقعیتتر، حالا تا جایی که میتونیم به این جذابیت کمک کنیم. امیدوارم. خیلی متشکرم از آقای صالح مصطفوی. امیدوارم که گفتگوی من و ایشون مورد توجه که قاطبش هم فنی بود مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنون براتون، عرض موفقیت می‌کنم. شب سال نو به شما زنده باشه. تبریک میگم. سلام ما هم به سایر دوستان برسونید. ما حامی داره برنامه شرکت تک ماکارون با 3 دهه سابقه به عنوان اولین تولید کننده محصولات ماکارونی ارگانیک در ایران مفتخر به دریافت گواهینامه بین‌المللی تولید محصولات ارگانیک شده و امیدوارم که و پیشنهاد میکنم که حتما یک وعده غذایی استفاده کنید، کیف کنید، لذت ببرید، چون ارزش غذایی بالا داره مخصوصا ورزشکارا. از شما خداحافظی میکنیم، بریم آنچه گذشته 1400 مون رو ببینیم. جذابه به شدت. بفرمایید. بله آنچه گذشت رو تماشا کردید، امیدوارم لذت برده باشید. این هم سوال پیامکی، همون نظرسنجی که مرتبط هست. سلام میکنم به محمد میر عزیز، خوشحالم که بار دیگه میبینمت. ایدم به تبریک میگم، چه خبر؟ خیلی متشکرم، به نام خدای بزرگ. سلام میکنم به مردم عزیز همراه ما، شبتون بخیر باشه، همه همکارانم و همینطور مهدی توتونچی عزیز. خیلی متشکرم، منم به تبریک میگم عیاد شبانیه رو و همینطور پیشاپیش نوروز رو. آخرین برنامه ما در سال 1400
تلاش کردیم خیلی زیاد واقعا به امر همه همکارانمون بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم مردم بکنیم. خیلی هم فشرده، خب چون ویژگی برنامه شب‌های فوتبالی همیشه این بوده که پشت‌بند فوتبال یا نزدیک به رقابت‌های فوتبال میاد روی آنتن. به هر حال کار خیلی زیادی می‌کنه. در سریع‌ترین زمان از پایان آخرین سوت بازی. زیاد و سنگینه قاعدتاً و واقعاً از همه بچه‌ها همکارانمون خیلی تشکر می‌کنیم. نظرسنجی هم که دوستان و عزیزان طراحی کردیم برای امشب، خب اتفاقات ویژه فوتبالی در سال 1400 بود. یکی در حوزه بانوان واقعاً اتفاق بزرگی افتاد. تیم ملی فوتبال بانوان برخلاف به جام ملت‌های آسیا رفتن، نشون دادن که پتانسیل بالا و بی‌نظیری دارن برای آینده اگر برنامه‌ریزی به شکلی باشه که از لحاظ زیرساختی بهشون کمک بشه واقعا، یعنی فقط یه دوره کوتاه نباشه و بعد رها بشن و دوباره مثلا بر اساس جو یا جو رسانه‌ای دوباره مثلا بیان یه مدتی مثلا کمک کنن به بانوان. ولی اونا نشون دادن که پتانسیل بالایی دارن. تیم ملی فوتبال کشورمون که 12 فروردین ما قرعه کشیش باید انجام بشه، آقای میرشاد ماجدی، آقای کامرانی فر، آقای حمید استیلی قراره که به محل برگزاری قرعه کشی برن. دو تا بازی مهم داریم با کره جنوبی و لبنان، مهم از این بابت که ما دوست نداریم شکست بخوریم، وگرنه صعودمون به جام جهانی قطعی شده. یکی از سریع ترین صعودها، یکی از ارزان ترین صعودها رو ما داشتیم که برای فوتبالمون خیلی خوب بود، ولی باید ببینیم که در این زمان خیلی خوبی که تا جام جهانی داریم آیا استفاده می‌کنیم از ماهایی که پیش رو داریم. و نکات مهمی که وجود داره، شهرآوردم که دیروز برگزار شد، بازی پرهیجانی بود، واقعا یه بازی لذت بخش بود حالا نسبت به شهرآوردهای گذشته. ولی خب همیشه شهرآوردها بخشش همین حاشیه‌هاش هست که وجود داره در موردش، هم یعنی اجتناب ناپذیره هست همیشه. ولی خب واقعا چون بازی خودش از بعد فنی بازی قشنگیش بود تقریبا همه هم راضی بودن. ولی خب بازی هم مثل دور رفتش، دور نیم فصل اولش دور رفتش به دور برگشتش مساوی شد. نکاتی مطرح شد تو برنامه ما، الان هم در حوزه باشگاه پرسپولیس خب ما با آقای درویش صحبت کردیم، مدیر عامل محترم، بعد آقای نوریفر عزیز معاون ارتباطات باشگاه استقلال صحبت کردن، الان آقای مصطفی خان لشکری عزیز مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس روی خط هستن، نکاتی رو میخوان بگن که ما میخوایم چند دقیقه با آقای مصطفی هم صحبت کنیم. آقای مصطفی سلام، شب بخیر. سلام آقای لشکری. شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دی و آقای توچی و بینندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما ما در خدمت شما هستیم آقای مصطفی عزیز، میشنویم صحبت‌های شما رو. خواهش می‌کنم. متأسفانه بارها دیدیم و شنیدیم این دوستان باشگاه استقلال یه سری مطالب خلاف واقع و همیشه دوست دارن که واقعیت رو برعکس جلو بدن و الان هم امشب همه شاهد بودن که آقای نوریفر یه سری مطالب خلاف واقع رو مطرح کردن و من واقعا متاسفم که ایشون نمیدونم چه کاره هستن که در مورد خودش در مورد مدیریت و مسائل مربی و کادر فنی باشگاه پرسپولیس صحبت بکنن. ایشون در اصلا در حد و جایگاهی نیستن که بخوان وارد این مسائل بشن و در مورد این موضوعات صحبت کنه. ایشون باید در حوزه اختیارات خودش صحبت بکنه. بارها این اتفاق افتاده و همونطور که آقای درویش گفتن ما مطالبی رو که ایشون سراسر تهمت و افترا و اتهام بود علیه باشگاه پرسپولیس بارها مطرح کردن، در نشست‌های خبری بارها صحبت کردن و به خودشون اجازه دادن کارو فراتر بزنن و در این حوزه ورود بکنن و در مورد باشگاه پرسپولیس صحبت بکنن. این دوستان بعد در اختیارات خودشون رو بدونن، حوزه وظایف خودشون رو بدونن و اصلا نباید در این حوزه ها ورود بکنن و بخوان که به خودش اجازه بدن که در مورد مسائل فنی و مسائل مدیریتی باشگاه، من نمیدونم واقعا باشگاه استقلال مسئولی مهمتر و بزرگتر از ایشون نداره که بارها ایشون در این حوزه ها ورود میکنن و صحبت میکنن و هر چیزی، هر اتهام و هر صحبتی رو دوست دارن با هوچیگری جلو ببرن. تمام مواردی هم که مطرح شده در حوزه در موارد حاشیه‌ای که صحبت شده از شروع کنندش باشگاه استقلال بوده و شما موارد متعدد میتونید ببینید که هیچ کدوم ما باشگاه پرسپولیس وارد این قضایا نشدیم و باشگاه استقلال این اتفاقات رو رقم زدن و اشاره میکنن به صحنه آقای درگیری آقای غلامپور. چطور صحنه اخراج آقای گل محمدی درسته، ولی صحنه ای که این حرکت زشتی که آقای غلامپور میکنه داور نباید بهش برخورد بکنه و نباید اخراجش بکنه، چرا نباید بهش پرداخته بشه؟ اتفاقا این دوستان دوست دارن که این موضوعات رسانه‌ای نشه و هر کاری که دوست دارن انجام بدن. از ابتدای فصل همینطور بوده، هر اتفاقی رو دوست داشتن خواستن رقم زدن و فکر کردن که باید سکوت کرد و هیچ موضوعی نگو. اتفاقا اتفاقای زیادی افتاده که تو این بازی دربی
دوستان استقلال راضی به تساوی بودن و برای تساوی آمدن و اون خاصی هم که داشتن رسیدن. بله ما ناراحتیم که چون بازی برده رو برای ما مساوی کردن و ما از سه امتیاز بازی باز موندیم. قبل از دربی ما یه نامه‌ای زدیم به کمیته انضباطی به فدراسیون فوتبال و درخواست کردیم که نظارت بکنن بر مسئله داوری. این دوستان به خودشون گرفتن اومدن یه بیانیه دادن علیه باشگاه پرسپولیس که پرسپولیس دخالت کرده، چطور الان به کمیته صیانت ارجاع میدن ولی قبل از بازی وقتی که باشگاه یه نامه می‌نویسه به مینیستر فدراسیون فوتبال این دوستان بر نمی‌تابن. من خواهش می‌کنم دست از این فراخوانی و دست از این حاشیه سازی‌ها بردارن، به واقعیت فوتبال پی ببرن و رفتارشون اصلاح بکنن، چون که اگر بخوان به این رفتارهای متاسفانه پوپولیستشون ادامه بدن باشگاه پرسپولیس قطعا ساکت نمیشینه و از حق خودش و هوادارش و تیمش دفاع میکنه و این دوستان خواب و خیال راحتی نخواهند داشت. خیلی متشکرم آقای مصطفی، خیلی ممنونم ازت. به هر حال ما همون زمانی که برای آقای نوری‌فر در نظر گرفته بودیم سعی کردیم که همین زمان رو برای شما هم در نظر بگیریم، شما صحبت کنید از جانب باشگاه پرسپولیس، همونطوری که آقای نوری‌فر از جانب باشگاه استقلال صحبت کردن و کلا هم خودمون اصلا دوست نداریم این اتفاقات بیفته واقعا، یعنی اینکه مثلا اگر اتفاقی افتاده توی بازی یا حاشیه به وجود اومده بهش دامن زده بشه، بهش پرداخته بشه. این دوستان خیلی علاقه دارن وارد این موضوعات بشن. شما برنامه‌تون روالش داشتین، ایشون خودش اومده وسط یه اتفاقی رو علکی دارن در موردش صحبت میکنن و همیشه هم همینطور بوده. همیشه باشگاه استقلال و این دوستان شروع کننده این اتفاقات بودن و تو هیچ کدوم از این موضوعات ما موضع‌گیری نداشتیم و ورود نکردیم. ولی این دوستان دیگه دوست دارن با این هوچیگری و با حاشیه‌سازی و با شلوغ کردن به اهدافشون برسن. خیلی متشکرم آقا مصطفی لشکری عزیز. به هر حال میگم ما هم وقت رو برای شما در نظر گرفتیم، هم برای باشگاه استقلال. الان دارم فکر میکنم به مهدی هم حتما میگم اگه بخوایم دوباره، حالا باشگاه استقلال بخواد جواب بده بعد دوباره خود شما، خب برای خود شما و باشگاه استقلال هم مطلوب نیست. میگم اصلا دوست نداریم به این حاشیه دامن بزنیم. خیلی امیدواریم که حالا کمیته انضباطی هم گفته 5 فروردین ما جلسه تشکیل میده، اونجا موارد مربوط به شهرآورد رو بررسی میکنه، ولی ان شاءالله که خب به هر حال این حاشیه ها کم و کمتر بشه تا بازی دیروز خیلی بازی خوبی بود، نسبتا خوب بود تا واقعا مردم و هوادارا لذت ببرن از بازی که برگزار شد، تماشاگرام توی ورزشگاه بودن. ان شاءالله که این وضعیت به شکلی مدیریت بشه که هوادارا کلا خوشحال باشن از بازی ها و از شرایط ثبات تیم هاشون و پرسپولیس و استقلال و موضوعاتی از این دست. خیلی متشکرم آقای لشکری. ممنون شما. ممنونم محمد. من تو دو بخش این حرفو زدم، کلانتری محل ما، پرونده شکایاتش از شهرآوردی که برگزار میشه. میگم دیگه بخش جدایی ناپذیر مهدی فوتبال ما، چاره ای هم نیست واقعا. جدول آروم بشه. آره هم باشگاه استقلال ارکانش کاملا محترمن، هم باشگاه پرسپولیس ارکانش کاملا محترمن. برای برنامه ما هر دو باشگاه کاملا محترمن واقعا. میگم ما حتی دوست نداشتیم آقا مصطفی و آقای نوری‌فر روی خط با هم باشن، چون قاعدتا با نوع صحبتی که عزیزان داشتن ممکنه بود حتی مباحث دیگری هم مطرح بشه. آره دوست نداریم به جمان تنش به وجود، ولی سعی می‌کنیم احترام و نگه داریم برای هر دو باشگاه. متشکرم، ممنون از محمد میر. می‌خوام بریم خلاصه بازی ما دیگه نداریم تو رو توی با خداحافظی کنی. برات بهترین ها رو آرزو می‌کنم در سال پیش. با هم در تماسی برای نوروز فوتبالی دورا دور، ولی به همراه علی خشایفر عزیز دوستان. فوتبالی هم نیست محمد. آره. جات خالیه. براتون هم بهتر آرزو بهترین ها رو دارم، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید. جات خالیه. جات خالیه. اتفاق مبارک باشه. بریم خلاصه بازی سپاهان گلگاه رو ببینیم و برگردیم. بفرمایید. سمت چپ با امید نورافکن آغاز کردن، ببینیم این توپ
چه خواهد شد؟ یه پاس برای شهریار مغلو، خود نورافکن مستقیم میزنه و دفع فروزان برای برزای. سروش اجازه نمیده، توپ میرسه به تبریزی، آفساید هم نیست، فرصت برای گلگهری ها به بیرون، موقعیت برای امین قاسمی نژاد. از این سمت رفیعی ارسال، موقعیت برای مغلو، آفساید هم نبود و آفساید بود البته. نورافکن نگه میداره، قاسمی نژاد اجازه نمیدن سمت چپ رو راه بندازه، اما پاسش میرسونه به تبریزی، حرکت خوبه بازیکنان گلگهر کیروش استنلی، یه پاس عالی، فرصت، چه توپی رو گرفت رشید مظاهری، چه توپی رو در آورد، چه توپی رو گرفت از امین قاسمی نژاد برای اسماعیلی فر. در راه رفتن خود دانیال، فرشاد احمدزاده میاره پشت محوطه جریمه، نژاد مهدی در موقع شوت زنی، نورافکن، کورنر از امین قاسمی نژاد، یه ضربه سر سعید صادقی، یه اشتباه، حرکت از شهریار مغانلو برای احمدزاده، در عمق حرکت کرده امید نورافکن، اونجا اشتباه نکنی، مهاجم نیست، نورافکن بود، مغانلو و تک به تکی که از دست داد دوباره شهریار مغانلو. و اینجا هم سوت پایانه این تقابل به صدا در میاد. اگر بخوام منطقی حرف بزنم، یه مقدار بیش از حد توپ از سمت گلگهر روی هوا بود و اگر شاید نوع بازی یکم متفاوت بود، شاید بازی جذاب‌تری میشد. ولی من یه سوال دارم که همه ورزش‌ها، حتی سالونا، بسکت، والیبال، سینما، تئاتر، همه با تماشاچی میرن، چرا فوتبال نمیره؟ ان شاءالله هر چه زودتر مشکلات حل شه که هوادارهای ما هم بیان، نگاهام نگاه عدالت محور باشه، اگه قراره بیان برای همه بیان. من در دو مقطع اومدم اصفهان و به یه نوعی فکر میکنم ایثار کردم با یه بودجه معمولی، اسناد هست، یعنی من با اسناد حرف میزنم، بودجه سال اول ما زیر 50 میلیارد بود. آقایون هوادارا توجه کنین، چجوری میشه تیمی که تو جدول دومه و تو چارتای حذفیه میخواد بره تهران بازی کنه، بعضی از تماشاگر نماها، من چون با اونا برباد، یه سری هاشون یه کار اومده بودن، یه حرکت هایی کردن، من با اونا برخورد کرد، اومدن شعار دادن، خیلی جالبه ها، شما دیدی تیم دوم باشه تو جدول و چهارتای حذفی هم باشه، اگه اون روز ما میبردیم میرفتیم فینال. ببین خیلی سنگینه برای شما سه بار ریسار بکنی با یه بودجه معمولی، بودجه‌اش هستش، ما سال دوم سپاهان فکر کنم زیر 70 میلیارد هزینه کردیم. متشکرم که ما رو تماشا میکنید. چند تا نکته بگم، یکی به خاطر حساسیت بازی شهرآورد استثنان برنامه امشب ما مفصل به این بازی پرداخته شد و قطعا حالا منهای این بازی که خلاصش رو تقدیمتون کردیم، سپاهان و گلگهر که تیمهای بالانشین با هم رقابت کردن و دیدید، قطعا در روزهای آینده خلاصه همه بازی ها رو از شبکه تلویزیون ورزش دوستان پرتالی و زحمت کشان از پخش شبکه تلویزیون ورزش تقدیم شما خواهند کرد. این یه نکته. نکته بعدی اینکه داوری تمام بازی ها رو منتها بررسی میکنه، اینم نکته بعدی و منتظر هستیم که آقای نوید مظفری هم بیان رو خط برنامه شب های فوتبالی بهشون سلام کنم و بریم سراغ آماده هستن. بله سلام میکنم خدمت آقای مظفری، وقتتون بخیر. میخوایم بریم سراغ ادامه بخش های داوری بازی های هفته 23 و صحبت های شما رو بشنویم. شکرم، سلامی دوباره. من فقط به یک نکته اشاره کنم، هیچ اجماعی، حداقل اجماعی از قبل هماهنگ شده بین کارشناسای داوری وجود نداره، حداقل بین من که با دیگران وجود نداره و اگر نظرها روی یک صحنه یکی هست دیگه واقعا نشون میده که اون صحنه چی بوده، اگر از قبل هماهنگ شده و این چیزا و جوری باشه که بخوام از داور دفاع کنیم و اینا واقعا وجود نداره و خودتون هم اینو بهتر. خیلی هم خوب، بریم سراغ بازی فولاد فجر. آقای پیام هیدری قضاوت کردن و صحنه‌های داوری که آقای مظفری میخوان در موردش صحبت کنن.
فکر کنه این بازی فقط یه صحنه داشته باشه که یه موقعیت آفسایدی بازیکن فجر اینجا آفساید صحیح بود آقای مظفری؟ اینجا بازیکن زد در وضعیت آفساید قرار داره، وقتی که توپ از دروازه بان برمیگرده در واقع داره از اون وضعیت خودش استفاده میکنه، بهش میگن کسب منفعت، در نتیجه تصمیم مجدد درسته. روی سن کاملا مشخصه که آفساید داشته، بله، و به درستی اینو پس میگه. فقط همین یه صحنه رو این بازی داشت که شما فرمودید آفساید بود، صحنه دیگه این بازی نداشت. در نهایت هم 1-0 اقتصادی فولاد فجر رو شکست داد. آقای پورخلف و بازی آلومینیوم تراکتور، روی این صحنه خطا و اخطار صحیح است؟ تراکتوری اعتقاد داشتن که بازیکن سفید پوش آلومینیوم عراق خودش با پای چپش به پای راستش میزنه و بله دقیقاً هم همینطور. اصلا بازیکن تراکتور اینجا خطای انجام میده، نگاه کنید پای بازیکن سفید و خودش رو میندازه در واقع اینجا به خاطر شدید سازی و دفاع میده. بازیکن قرمز مرتکب خطا میشه؟ نه، اینجا اگر کسی مرتکب خطا شده باشه بازیکن سفیده. خب پس ادامه بازی صحیحه. بله ببینید دستشو ببینید که در ادامه هم پنالتی میشه، خطای پنالتی داور میگیره. جاگیری خیلی خوبه داور، باید این صحنه واقعا بهش اشاره کرد. زاویه خوبی داره نزدیک به صحنه است، چنانچه میتونه اون خطای هند رو به درستی ببینه. دقیقاً زاویه‌ای که داور، بله ببینید زاویه‌ای که انتخاب میکنه واقعا خیلی خوبه. پس هند و پنالتی صحیح است. بله تصمیم درست داور. بله داور که در این تلوسن بود قطعا این صحنه رو از دست میداد. بله اینجا چی آقا؟ رو صحنه بعدی آفساید صحیح است؟ آفساید بود؟ اجازه بدید اگر صحنه رو از کنار داشته باشیم شاید پیش بهتر ندارد. نه به هیچ عنوان قطعا اصلا نگاه کنید جای کمک داور ببینید چقدر بله. اشتباهه. اصلا دوربین هم جای خوبی قرار گرفته. دوربین عالیه. بله برای اینکه جای کمک داور کاملا اشتباه فکر کنم یک متر خوده بسن دو بود. اینجا چی آقا؟ برخورد پنالتی بود؟ اتفاق نیفتاد ادامه دو. نه اصلا اینجا بازیکن قرمز که خطای انجام با پای راست بازیکن قرمز؟ نه برخوردی پس ادامه بازی درست بود. بله بازی سپاهان گلگهر آقای موعود بنیادی فرد نتیجه بازی 0-0. صحنه‌های داوری رو ببینیم. اینجا برخورد صورت میگیره؟ اگه بله چیه داستان؟ شاهین مصلح، فرشاد احمدزاده. اینجا بازیکن زار خودشون میندازه. سرویس‌سازی اختار. ببینید هیچ خطایی بازیکن آبی انجام نده. پاش روی زمینه و بازیکن زردی که خودشون میندازه. پاش روی پاش نیست. یعنی چه خطایی هم رخ نده. صحنه بعدی بازیکن سپاهان ضربه میزنه، هند اتفاق افتاد تو محوطه جریمه. نه امید نورافکنه با پای چپ ضربه میزنه. این بازیکن نه بدنی. اینجا چی برخورد رد کردیم صحنه رو. نورافکن هم یه توپ به دستش خورد. اون بعد بیایم دوستان عقب اگه بخوایم در مورد اون صحنه صحبت کنیم. دوستان اگه بیان عقب در مورد اون صحنه صحبت کنیم. امید نورافکن یه شوک میده که با پای چپ ضربه بزنه، قبل از اینکه این شوک بده توپ به دستش برخورد میکنه که بعد تصمیمش عوض میشه، توپ رو به عرض میزنه و میاد و در نهایت ضربه میزنه که توپه که قبل از اون صحنه میایم عقب‌تر. بله. الان اصلا در مورد این صحنه میایم عقب‌تر. اینجا ببینید من هم صحنه ندارم. اجازه بدید خطه هنده بازیکن سپاهان. پس قبل از همین اتفاقات خطای هنده امیدون رفکن بود. بله خب صحنه بعدی آفساید درست بود.